تو ادب خدمت همه دوستان، خدمت دوستان مدیراتور و همه دوستانی که در کلاب هاوس با ما هستند و دوستانی که بعدا در یوتیوب لایف را شنونده هستند. دوستان عزیز، روم های آخری ما یک قوقایی به پا کرد و بعضی از دوستان مسلمان البته زیاد ناراحت شدن از عنوان های ما. خواستیم دوباره یک رومی بگیریم که ببینیم نظریات و نظریات شما دوستان رو بشنویم و درباره عنوان ها و عملکرد این روم ها یکم صحبت داشته باشیم. از کاوشان شروع میکنیم. کاوشان، اگر ورود به بحثی داشته باشیم. با سپاس و درود نثار دوستان بزرگوار و سوانجان، پویا عزیز، سیاوش عزیز و موری خدا ناباور. از موری فامیلیش هم گفت. امیدوار هستم خوب سعدمند سر حال باشین دوستان بزرگوار. ببخشین که باز هم غیرحاضری کردیم و کمی معطل شد به خاطر که در یک جای دیگه مشغول بودیم، گفتگو میکردیم با دوستان در پیرامون مسائل اخیر. قسمی که دوستان شاهد هستند دو شب است پی در پی ما روم هایی را میگیریم که دوستان بیاین و انتقاد کنند تا از این موازی و موازی بازی ها دیگه خودشان نجات پیدا کنند. برای ما که کدام مشکلی نیست، هر قدر موازی بزنن ما خود جایی نمیریم ببینیم بابا جان کی موازی زده کی نزده. دوستان پیغام میفرستن و از دوستان خواهش میکنم هر وقت روم موازی بود برای ما اطلاع نده. ما نیاز نداریم به این روم ها و حتی نیاز نداریم که چه کسی در مورد ما روم موازی زده، مهم نیست. اگر نقدی دارن برنامه های ما باز است، برنامه های ما اینجا در خدمتشان هست، بیاین و جهت خودشان را اول مشخص کنن، بعد که جهتشان مشخص شد انتقادات خود را بیان کنن. ما شنونده هستیم، نقد پذیری داریم. اگر جواب نداشتیم جواب منطقی، حتما نقد را میپذیریم. اگر جواب منطقی داشتیم دیگر نقد و اینکه نقد اساس نداره، بنیادش خراب است، پذیرفتنش دیگر برای ما جالب نخواهد. و همین دلیل از دوستان خواهش میکنم دوستانی که میان بالا صحبت میکنن نقد هایشان را بیان کنن، ما شنونده هستیم. اینجا که ما تنها نیستیم، روم خصوصی نیست که ما کسی باید بالا بیاید و برش توهین کنیم بفرستیمش پایین. این برنامه ضبط میشه، این برنامه در یوتیوب نشر میشه، در تلگرام نشر میشه، صوتیش در 6 جای برنامه نشر میشه. خب بنام دوستان قضاوت میکنن که رفتار ما با مخالفین چگونه است. ما داریم مخالف تا مخالف، یکی مخالفی که واضح میره میگه ما آخوند هستم خونت را میخورم، یکی هم مخالفی که در چهره آزاداندیش آخوند در درون خود داره، یکی هم مخالفین سیاسی که میگن ما آتیست هستیم با شما اما با سیاستتان مشکل داریم، نمیدونم ما با سیکولاریزم موافق هستیم و فلان و بهمان. انواع مخالفین هستن اینها. اول مخالف میاد جهت خود را مشخص میسازه، من مسلمان هستم، آخوند هستم، مدافع دین اسلام هستم، پیرو محمد هستم یا پیرو چی کسی هستم. بعد انتقاد ما در این وادی است، یا چنین انتقادی را در برابر شما و حرفهایتان دارم یا در برابر یکی از مدراتورها دارم. حتی دیروز دیدین که با سوان جان طرف مشکل داشت، گفت که ما با یکی از مدراتورها مشکل دارم. من گفتم بفرمایید اسمش را بگیرید، گفتم بفرمایید اسمش را بگیرید، گفت که با سوان جان مشکل دارم فلان بهمان. بعد باز اگر امشبم سوان جان از بیاین بالایشان صحبت کنن، چیزی بین ما اینجا راز نیست که ما از او بترسیم کدام کمیه داشته باشیم، پیش کس دست ما دراز باشه پیش کسی و یا از کسی ما کمک خواسته باشیم، گفته باشیم ما نیازمند به این کمک و همکاری شما است. کاملا وقت ما را برای دوستان میگذاریم، برنامه ها را تهیه میکنیم. اگر دوستان پسندیدن که خوب، نپسندیدن ما در برابرشان چیزهایی را از کشورهای خود ما، از حکومتهایی که در اونجا هستن دریافت میکنیم و میکنیم به عنوان مجازات و یا مکافات، اون مربوط خود ما میشه. و یگانه چیزی که در روم ما وجود داره نزد مدراتور عزیز شجاعت است، که من عاشق این شجاعت دوستان مدراتور هستم که بدون ترس واقعیت‌ها را بیان میکنن و جهتشان کاملا مشخص است. ما انسان‌های دو جهته و دو قطبی اینجا نداریم، تمامش یک تا قطب، یک جهت دارن، یک تا وکتور زندگی دارن، وکتور زندگیشان مشخص است. این زیباترین ویژگی است که من اینجا خودم را واقعا با دوستان، برای من افتخار است که با چنین انسان‌هایی هستم و چنین انسان‌های در پهلوی مثلا و ما در پهلویشان است. سپاس پویا جان، فعلا کدام حرفی ندارم، منتظر دوستان میباشیم. سپاسگزاری میکنم. سپاس کاوش عزیز.
از دوستان هم بشنویم. سیاوشان خودت مایک زدید، اگر میخوای اول صحبت کنی صحبت کن عزیز. درود و مهر به تمام دوستان عزیزی که با ما همراه بودن تا این لحظه و امروز هم ما رو همراهی میکنن در این روم زیبا و قشنگ. من عذرخواهی میکنم چون سر کار هستم، گفتم اول این رو بگم که من بندر هم مورد انتقاد قرار بدید و با انتقادهای قشنگتون ما رو در مسیر درستتر هدایت کنید و سپاسگزاری میکنم برای اینکه دوستان این روم رو پیشنهاد کردن و انجام شد، چون که میدونید که مسیری که ما مشخص کردیم مسیری هستش که از ابتدا تا انتها ممکنه دچار مشکلات زیادی بشیم و ممکنه دچار هجمه های بسیار بسیار زیادی هم هستیم و باشیم، اما اینکه شما شرکت کنید و تایید کنید مشکلات ما رو، انتقاد کنید از ما و ما رو به راه درست‌تر هدایت کنید، وظیفه شما دوستان عزیز هست. خوشحال میشیم از شما بشنویم و با نقد های زیباتون در مسیر آزاداندیشی ما راه بندازیم. سپاس از تک تکتون. سپاس یواش عزیز. شای عزیز از خودت میکرد و بس اگه داشته باشی بشنوی. درود، درود به همه دوستان، پویا جان، سوان عزیز، سیاوش جان، کاوش گرامی و موری عزیزم و همه دوستانی که ما رو میشنوند. یه نکته بگم در مورد عناوین کلاب. این عناوینی که انتخاب میشه توسط یک فرد انتخاب نمیشه. عناوین در جمع خصوصی دوستان به نظر گذاشته میشه و دوستان تصمیم میگیرن که چه عنوانی رو، چه تاپیکی رو برای برنامه انتخاب کنن. تاپیک هم از پیش تعیین میشه، یعنی تا آخر این هفته برای مثال تاپیک هایی که در موردش میخوایم بحث کنیم رو تایید میکنیم به نظر دوستان و بعد در برنامه خودمون قرار میدیم. اگر دوستان با عناوین کلاب مشکل دارن، چه در کانون بی خدایان چه در نسل آزاداندیشان، دلیل بر این نمیشه که به شخص توهین کنن، به دوستان که مدراتور هستن در این کلاب توهین کنن، از الفاظ ناپسند و تایتل های ناپسند برای خطاب قرار دادن دوستان استفاده کنن. اگر نقدی دارید، اگر پیشنهادی دارید به نسل آزاداندیشان و کلاب کانون به خدایان حتی بفهمید، بالا صحبت کنید. اگر واقعا قابل نقد باشه، دلیل نمیشه که شما بخواید هر کسی عناوینی یا تایتلی انتخاب کنه توهین‌آمیز به یکی از افراد یا حتی به نسل آزاداندیشان، چون من خودم و خدمتگزار دوستان میدونم. خواستم که این رو مشخص کنم که ما یک گروه هستیم و به همشون افتخار میکنم به شخصه که با شجاعت تمام مسیرمون رو مشخص کردیم و تغییرش هم نمیدیم. مسیری که داریم هدف یکیه. ممکنه اپروچ یا روشی که من به شخصه دارم با روشی که کاوش جان یا سیاوش یا موری عزیز یا پویا جان داره فرق کنه، اما هدف وقتی یکیه. ما در یک جا قرار میگیریم، یک مسیر مشخص رو طی میکنیم. ممنونم ازت پویا جان. شنونده هستیم، ببینیم دوستان تشریف بیارن بالا، یک صحبتی داشته باشیم، به نتیجه برسیم. بفرمایید. سپاس شای عزیز. موری جانم بشنویم بعدن آقا پروفایل به اسم فلسفی. سپاسگزارم پویا جان. درود خدمت شاه جان، بانو سوان، سیاوش عزیز و کاوش جان و فلسفی و همه دوستانی که در اتاق حضور دارن. من هم در مورد موضوع اتاق میخوام در همین ابتدا صحبت کنم، یعنی موضوعاتی که ما برای برخی از اتاقها انتخاب میکنیم، و در همین ابتدا اعلام بکنم که کسانی که دم از این میزنن که ما مدافع آزادی بیان هستیم، خودشون دارن سدی میشن در برابر آزادی بیان. و این تاپیک هایی که دقیقا برآمده از یک سری از جملات در کتب شیعه هست رو این دوستان به نوعی میخوان جلوش بیستند و جلوگیری بکنند از اینکه این موارد به گوش مردم برسه. چرا؟ چون این موضوع میتونه اون قداستی که وجود داره در این افراد، یعنی یک وجود که نیست، یک چیز توهمی و پوشالیه که در طی این سالیان سال به وجود آمده، ساخته شده در اذهان مردم که اینها مقدسند. اما وقتی ما سری میزنیم به این کتاب ها میبینیم خیر، این گونه نیست، و سعی میکنیم از همون مواردی که میتونه قبح اینها رو بشکونه استفاده بکنیم، و این موارد هم بسیار نیازه و به نوعی نشان دهنده اینه که
ما تا چه اندازه در بین این فضای کلاب هاوسی این آزادی بیان رو دارا هستیم. وقتی که سر اعتراضات به فلک کشیده میشه، صدای اعتراضات به فلک کشیده میشه، این نشان دهنده اینه که ما هنوز به اون معنا و مفهوم واقعی آزادی بیان در این فضا نرسیدیم، چه در بین مسلمانان که اصلا آزادی بیانی وجود نداره و نمیتونه وجود داشته باشه، چه در بین بسیاری از افرادی که به نوعی آزاداندیش هستن، آتئیست هستن، خدا ناباور هستن. این موضوع رو ما داریم میبینیم و فکر میکنم که موضوع بسیار مهمیه و امیدوارم که دوستان هم نظر خودشون رو در این مورد با ما به اشتراک بذارن. سپاس. پویا جان هستید؟ دوستان صدای من میاد؟ بله بله موری جان صداتون هست، فکر میکنم پویا جان دستشون بند شد. اگه اجازه بدین جناب فیلسوفی که جوین شدن رو بشنویم، اگه مدیریتورها صحبتی ندارن بفرمایید جناب آقای فلسفی. درود به دوستان. من البته همونطوری که خودتون از تایتل معلومه، میخوام یه نقدی به آقای کاوش بگیرم که این واقعا یه چند ماهی هست که برای من سوال شده. یالا ایشون میاد توی ارزم به حضور توی اینستاگرام، حالا پستایی که میذاره حرف از بسیجی و آخوند میزنه یا جمهوری اسلامی، اما من تا حالا جناب کاوش ندیدم که شما بیای در اون تایتل، در اون موضوعی که می‌نویسی یا در اون کپشن اسمی از طالبان بیاری. یکی این، و دومین چیز این که شما یعنی نجات پرستی قشنگ معلومه در وجود شما هسته. یعنی دوست عزیز، شما اگه یادت باشه چند ماهی پیش اومدی یه جوکی گذاشتی در استوری خودت و اومدی یکی از قومای ایران رو مسخره کردی به نام لور، نمیدونم این یادت هست یا نه. و خواستم اینو بگم که شما اگر میخوای جوک بذاری، برو از قومیتای کشور خودتو بذار، نه اینکه بیای یک قوم رو در ایران مسخره کنی. و نمیدونم توضیح در مورد این داری یا نه. شاید عزیز یک لازم مدیریت کنید. بله حتما کاوشان بفرمایید عزیز. من یکی از پستای کاوشان رو میذارم بالا که در اینستاگرام هست در رابطه با جمهوری اسلامی و طالبان، هر دو در یک پست. بفرمایید کاوشان. سپاس گذاری میکنم. اول بیا از جوک لور استفاده کنم. در امان جوک تا امروزم در انستاگرام ما هست. دوستان لطفا مراجعه کنین به امان جوکی که من نوشتم در مورد مسیحیان و در مورد لورها، اونجا چیزی گفتن. خب بعضی کسا خواستن از این جوک استفاده کنن. ما در افغانستان فکاهی به قندهاری داریم، به وردکی داریم، اینها تمامش جوک هستن، تمام اینها جوک محسوب میشن، نه بیشتر از جوک. با پویا جان معلوم است ما اگر بخوایم جوکی بگیم میگیم وردکی، میگیم قندهاری یا میگیم لغمانی. این سه تا در مورد اینا زیادتر جوک وجود داره و بین ما هیچ تابویی نیست که اینا نژاد پرستی بگوییم. در قدم نخست تعریف شما از نژاد اشتباه است. چیزی به نام نژاد وجود نداره. نژاد دوم در سیاره زمین که ما او را قرار باشه پرستش کنم، اگر شما میدونستین که نژاد چیست نمیگفتین که این نژاد پرستی است. و در زیر امان پست دوستان عزیز در کلاب ها، در خود اینستاگرام، اگر حرفای ما تمام شد بعد پست را اینجا پین میکنم که شما خودتان برید اون جوک را بخونید و ببینید که لورها خودشان چی گفتین در پایان. تقریبا حدود 20 نفر لور کامنت داده، گفته کاوش جان بسیار هم جوک زیبا بود، لذت بردیم. اینها دنبال تفرق افغانی هستند. خود لورها آمدن گفتن که ما با این جوک موافق هستیم، خندیدیم، بسیار هم حال کردیم، سپاسگزاری میکنم از این جوک زیبا. الان ایشان شدن کاسه دختر از آش، اومدین از اونها دفاع میکنن که گویا تو با اونها توهین کردی. جوک شد توهین در جامعه بدبخت دین زده بیچاره که عمرشان در سر زدن حسین حسین گذشته. جوک گفتن در مورد یک کسی چی است؟ توهین محسوب میشه. چون چرا؟ چون در قرآن آمده که خدا شادی کنندگان را دوست ندارد، یک مسئله گه. و اینها فقط بهترین شیعه او است که همیشه چشمش خیز باشه با آب دیده. منان از جوک بد میبرن چون میخندان اینها را جوک. و از دوستانی که اونجا برای ما پیغام دادن من سپاسگزاری میکنم. و
برای ما گفتن، گفتن ما جوک، ما لور هستیم، از جوکت واقعا لذت بردم، دمت گرم، دوستت هم دارم. سپاسگزاری میکنم. امون اگر شاجان بتونه پیداش کنه جوک را، اگر شاشا پیدا نکرد من پیدا میکنم، پینگ میکنم تا دوستان ما که در اینجا هم لور هستن بخونن و بخندن. صد تا جوک در مورد افغان بگو من خوشحالم میشم. جوک جوک است، هنر هنر است، شعر هنر، اینها مرز نمیشناسن. هر کس را اگر ما بخوایم بخندانیم، اونجا توهین نبود، یک کلمه هم توهین نبود در اون جوک. من میارم میگذارمش بعد از این، یا در پروفایلم میگذارمش. اون جوک هم احتمالاً برام یک دوستم لور از فرستاد، لور از دوستم برام جوک را فرستاد خودش در واتساپ، و همون خاطر من نشرش کردم به خاطر اینکه دوستان بخندن. بازم نشرش میکنم در اینستاگرام تا دوستان بخندن. سپاس از این انتقادت. موضوع بعدی، طالبان و جمهوری اسلامی. در یوتیوب ما همین لحظه اگر شما بروین، خب شما نمیبینین، فقط دو دونه لایو روم اینجا را در کلاب هاوس را میبینین و قضاوت میکنین. کار شما قضاوت کردن از شما، بجز قضاوت کردن چیز دیگه نیاموختین متاسفانه. همین لحظه من چنل یوتیوب ما را باز کردم. در ویدیوهای آخر، ویدیوهای آخری را که ما نشر کردیم در چنل یوتیوب، ملاهای اهل سنت قرار دادیم، فتوای قتل کمونیست ها توسط ملای جاهل عبدالسلام عابد که در افغانستان است. مسئله بعدی، یوتیوب کانون بی خدایان هم برنامه آخر طالبان بود کاوشان. بله طالبان بود، در مورد طالبان بود، بس چیزهای دیگه در مورد سخنگوی طالبان، مسلمانان واقعی، فتوای جدید وطن فروش عبدالحمید خراسانی که یکی از رهبرای طالبان در افغانستان است. یه ویدیوی بعدی همین لازم یوتیوب را دارم بالا و پایان میبرم برای شما معرفی میکنم، برنامه هایی که بزد طالبان داشتیم. آخرین ویدیو در کانون بی خدایان طالبان و زنان بود. چرا حکومت طالبان را قبول نداره اگر حکومت اسلامی است؟ متوجه شدی گله برادر؟ اینها تمامش مربوط طالب و آخوند میشه. اما چرا ما زیادتر آخونده را میخواییم فشار بتم؟ چرا زیادتر آخونده را زیر فشار میارم؟ دلیلش را گوش کن. حکومت افغانستان از وقتی که طالبان رفتن آمریکا حاکم شد، به کمک آخونده آمد در افغانستان. قاسم سلیمانی آمد در افغانستان صد تا مخالف را در برابر حکومت ساخت، وطن ما را ویران کردند، احزاب سیاسی وحدت اسلامی را ساخت، احزاب سیاسی جمعیت اسلامی، حزب اسلامی را ساخت. تمامش به کمک ایران و پاکستان، جمهوری اسلامی که ایران است اسمش، در گذشته ایران بود، امروز جمهوری اسلامی شده، اما مردم ما تا امروز برش ایران میگن، حکومت ایران برش میگن، در حالی که حکومت مهاجران در ایران هست. اونها هستن منبع بدبختی افغانستان. قبل از فعال شدن طالبان در دور آخر، همین 6 ماه قبل، 5 ماه قبل، یگانه کشوری که یا یگانه حکومتی که موافقت خود را با طالبان اعلام کرد و گفت بله ما موافق هستیم طالبان حاکم شوند، آخوندهای شما بود دوست بزرگوار، آخوندهای خامنه‌ای و خود خامنه‌ای بود، و بارها برشان فرش قرمز هوار کردین، افتخار بخشیدین برشان، گفتین که آمدین در تهران. طالب افتخار شما بوده. و اگر امروز، اگر در گذشته خمینی نمی بود، اگر امروز خامنه ای نباشه، اگر امروز سپای پاسداران نباشه، سپای قدس نباشه، زینبیون نباشه، فاطمیون نباشه، طالب نیست، داعش نیست، بوکو حرام نیست، جیش الحد عدل نیست، هیچ کدامش نیست. جیش الحد هم نیست، دیگه‌ش هم نیست، دیگه‌ش هم نیست، دیگه‌ش هم نیست. یعنی تمامش به خاطر خمینی و خامنه ای است. بنابراین لانه اصلی تروریسم در تهران است، نزد خود خامنه ای و پدر بزرگوارش خمینی، پدر معنویش، امام نمیفهم معصوم 16 ام دیگه، معصوم 13 تا بودن تو بار 13 14 15 ام، این خامنه ای هم شده معصوم 16 ام. شما هستین مایه شرارت در خاورمیانه. اگر بخوایم تروریسم را نابود کنیم، باید از خامنه ای شروع کنیم و به طالب برسیم. اگر خامنه ای محو شوه، دیگر نمیتونه طالب، نه قدرت داره، نه صلاحیت داره، نه اسلحه داره، نه زور داره. زور طالبان شما هستین. زور طالبان حکومت آخونده از در جمهوری اسلامی. طالبان را شما حاکم کردید. آمریکا را شما بالای افغانستان حاکم کردید. شما آخونده و طرفدار آخونده. بنان هر کسی که سپاهی است، بسیجی است، نبفهم مربوط سپاه قدس میشه، سپاه پاسداران میشه، فاطمیون و زینبیون. 25,000 افغان در سوریه و عراق و نمیدونم یمن و فلان و بهمان از منافع خامنه ای دفاع میکنن. دشمن اصلی ما کجا نشسته؟ از طالب کده کو وحشتناک است برای ما. 25,000 افغان مهاجر ملیشه شده، اسلحه داده شده،
اونجا در جنگ است، دفاع از آخونده اونجا مبارزه میکنه، جنگ میکنه، خودش را میکشه. 25 هزار افغان به خاطر همین شیعگری، چون شما آمدین مکاتب شیعگری را در افغانستان ساختین به مردم و این مکاتب باعث شد که اینا تشویق شدن بیاین نزد خمینی غلامی خمینی را کنن یا غلامی خامنه ای را کنن. ما اینها را از شما پس میگیریم، قطره قطره خون اونها پس گرفته میشه، اما نه با اینکه ما خون بریزیم، بلکه برعکس قضیه، با نقدتان. اون امامه های سفید آخوندهتان به زودی در روی خیابان ها مجبور میشن که با اونا بر خود لباس جور کنن تا برهنه نمانن. امروز یا فردای روز آمدنی است. جو که لورم برات میگذارم یک بار دیگر لذت ببری. سپاس. سپاس از شما. اگر مدیرتورای عزیز صحبتی ندارن، ما دوستان دیگر رو بشنویم. بسیار عالی. کاوشم میکروفونتون بازه. جاماس به عزیز بفهمید. درود میفرستم بر همه عزیزان. من خودم لورم ولی از هر خراسانی خراسانی ترم و کاوشجان به افتخار میکنم که یک خراسانی باز هم همیشه نسیم تغییر از خراسان بزرگ میامد و یک خراسانی این دفعه پرچم تغییر در نگرش ها را برداشته. حالا صرف نظر از این که من کاوش قبول داشته باشم نداشته باشم مهم نیست، برای من این که یک خراسانی و یک فارسی زبان که هویت من خراسانی است، هویت من فارسی است، هویت من گذشته تاریخ ما از خراسان بزرگ، این که این پرچم باز هم از خراسان برداشته شد، افتخار میکنم به کاوش جان. کاوش از هر لوری لورتره، من از هر خراسانی خراسانی ترم. این بحث ها نیست بین ما فارسی زبانان و حوزه تمدن ایران، ما را جدا کردن، تفرقه انداختن بینمون، ولی این بحث ها را نداریم اصلا در گذشته. چون خب حالا به دلایل تاریخی یا اینا لور چون پایبندیش نسبت به شریعت کمتر بود، بیشتر جوک های مذهبی که ساختن، حتی مذهبی میگم، در مورد لورها ساختن. اصلا یک نفر در زمان شاه یک کتاب نوشت، کتابش هم ممنوع بود. بیشتر باورهای مذهبی را که به طنز کشیده از زبان لور به طنز کشیده. یا مثلا اونی که میگه چاه ویل، چاهی که بعد از 70 سال سنگ بندازی توش بعد از 70 سال صداش میرسه به گوشت، میگه لور در اومده گفته که مثلا این کیه که بیکار باشه 70 سال بشینه سر چاه تا صداش بیاد یا نیاد. از این چیزا هست. الان غفران بدخشانی خودش بیشتر از هر کسی لور را میشناسه، فرهنگ لور را، زبان لور را. ما به نجیب بارور، به کاوش، به غفران بدخشانی، به لطیف بدرام، بچه های الان کاوش میگه من چیزم اومانیسمم، نجات پرست نیستم، ولی اون دوستانی که وحدتگرا هستند به حوزه تمدنی ایران عشق می‌ورزند، ما هم بهشون عشق می‌ورزیم، ما یکی هستیم، هویت ما را چند پاره کردند. همین که می‌بینم امروز با موری و کاوش در کنار هم بچه‌های فارسی زبان به یک وحدت فکری رسیدند، این را زمینه وحدت جغرافیایی، وحدت سیاسی، وحدت فرهنگی می‌دونم و برایشون آرزوی سلامتی میکنم. دیگه عرض، من فقط به خاطر این اومدم بالا که بگم اصلا این بحث ها، این کینه ها بین ما نیست. من از هر خراسانی خراسانی ترم. میبینید که عکس پروفایلم شیربچه فارسی زبان هست و آقا کاوش هم خودش از هر لوری لورتره. خدا نگهدارتان. سپاس از شما کاوش جان. بفهمید عزیز جماس پزیز سپاس. اما پویا جان در مورد شیربچه برای شما معرفای خاط داشت. فقط امان جوک اگر اجازه تان باشه دوستان بخونم تا یک بار دیگر بشنویم برای زد، ولی بسیار کوتاه است، آنقدر طولانی نیست. فکر کنم حدود شاید 6 ماه یا 7 ماه قبل گذاشته بودمش که تقریبا 400 بار لایک شده. میگه لور به مسیحی میگه چرا شما اینقدر پول دارید؟ چرا قدر پولدار هستین شما؟ مسیحی میگه خدا چک نوشت داد به مریم، اونم نقد کرد داد به ما. خب میگه خدا چک داد به مریم، خب مریم هم پولش رو از بانک در آورد دادش به ما. خب
ولی شما چرا فقیرید؟ همین مسیحی از لور میپرسه که شما چرا پس فقیر هستین؟ یعنی تمام مردم را میگه، تمام کسایی که در اونجا بودین. لور میگه خدا چک نوشت داد به محمد، محمد داد به علی، علی داد به حسن، حسن داد به حسین، حسین داد به زین العابدین، همینجوری رسید به آخری که اونم غیبش زده. ما موندیم دست خالی. حالا میگن شاید این جمعه بیاید، شاید اون جمعه بیاید. جمعه هم بانک تعطیله. این بود جوکی که در موردش من گفته بودم، خواستم صادقانه براتون بخونم اینجا. موری جان بفرمایید. من خیلی کوتاه بگم، این داره ذکاوت لورها رو اتفاقا نشون میده که به این موهومات باوری ندارم و اینگونه این رو مورد تمسخر قرار میده. ما خب زنده نقد میکنیم همه چیز، هر چیزی که میگن. همین که گفت جوک، من همین لحظه رفتم در اینستاگرامم 6 ماه قبل پیداش کردم، جوک را خواندم تا باشه از دوستان کدام مشکل اینجا برایشان پیش نشه. برعکس این تعریف لورها از دوستا برام پیام دادن، گفتن سپاسگزاری میکنم از جوک بسیار زیبای. ممنون موری جان. سپاس از شما. پویا جان بفرمایید عزیز، خودتونم اگه ممکنه مدیریت رو در دست بگیرید. نه یک چند دقیقه مدیریت که تا ما برسم خانه، چون بیرون هستم عزیز. سپاسگزاری میکنم. همین دوست قبلی که صحبت کردن، دوست عزیز، اگر میخواین واقعا که شما را از، اگر شما واقعا مردم افغانستان رو دوست دارین، اگر میخواین واقعا مردم افغانستان شما را دوست داشته باشن، لطفاً طرفداری از کسایی که دستشان در خون مردم است نکنین، و کسانی که شما نام بردین، لطیف پدرام مثلا، لطیف پدرام کسی است که قاتل سفیر امریکا در افغانستان است در سال 13 فکر کنم 58 اگر اشتباه نکنم. لطفا خواهشان طرفداری از این قاتلین نکنین و نامای از این کثیف ها را در روم های ما نگیرین. سپاس از شما. سپاس پویا جان. بله 100% که مجاهدین هم فرق با طالبان ندارن، اینا از اونا بدتر، اونا هم از اینا بدتر. کسی که جهاد، حکم جهاد میده، مسلما ذهنش از اسلام پره. انسان ها رو به جای جز قبر نمیکشونه. عارف جان بفرمایید. البته شای عزیز، این کسایی که ایشان نام بردن تمام اینا کسایی هستن که افغانستان رو میخوان تیکه تیکه کنن، پارچه پارچه کنن به نام خراسان و نمیدانم و شمال و جنوب و شرق و غرب. ما با این همچه افراد هیچ سر و کاری نداریم. سپاس. سپاس. امید که اون روز نخواهد اومد. عارف حسینی بفرمایید. سلام عرض میکنم. من انتقادی که از کلاب شما دارم، انتخاب عناوینیه که باعث میشه کسانی که دوست دارین مخاطبتون باشن وارد کلابتون نشن. یعنی شما میخواین یه گفتگو شکل بگیره، به تاریخ ارجاع بدین، به فکر وابدارین، اما وقتی یک عنوانی انتخاب میکنین که مخالفین دیدگاه شما باهاش زاویه شدید دارن، خب طبعا نمیان داخل گومتون. اگه منظورتون اینه که همفکران خودتون فقط باشن و خودتون با خودتون صحبت کنین، خب روش درستیه برای انتخاب عنوان. بعدم تو بیان مطالب اگر از واژه‌های ملایمتری که همون معنایی که مورد نظرتون هست رو میرسونه استفاده کنین، میشه اومد و توی روم گوش داد مطالبو. ولی یه وقتای اینقدر دیگه مباحث خشن و پیچیده و یه جورایی به نظرم حالا توهین‌آمیز میشه که دیگه آدم نمیتونه گوش کنه، ترجیح میده بره بیرون، یعنی از فضای بحث و گفتگو به نظرم خارج میشه. حالا باز خودتون میدونید روش خودتونه، من نظرمو فقط گفتم. بله سپاس. من یک نکته عرض کنم بعد اگر دوستان مدراتور صحبتی دارن. ببینید دوست من، هر عنوانی که انتخاب میشه اگر که بر اساس آیه از قرآن باشه، حدیثی که در کتاب های چه شیعه چه سنی وجود داره، ما در عنوانی که برای تایتل روم انتخاب میکنیم یک واو اضافه نمیکنیم. برای مثال من خودم مثال میزنم، اگه گفتیم رابطه مخفیانه سلمان فارسی و فاطمه زهرا، چون مخفیانه بوده، اگر آشکار بود که همه میدونستن نیازی به گفتنش نبود. کسی میدونست آیا؟ خیر. پس مخفیانه بوده. هیچ کس نمیدونست. اگر میگیم که رابطه
فاطمه و ابوبکر. بله اومدیم اول روم هم گفتیم که بله در رویا همچین خوابی دیده فاطمه، برای مرد غریب هم تعریف کرده که با ابوبکر رابطه جنسی داشته. خیلی هم تایتل اتفاقا نرم بود. اگه تایتل واقعی میخواستیم انتخاب کنیم باید میگفتیم که سکس گروهی گفته بودیم، باید جمله اف استفاده میکردیم یا گایش استفاده میکردیم با کمال احترام به دوستانی که شنونده هستن. نکردیم، گفتیم سکس گروهی، یک واو اضافه نشده. خیلی هم نرمتر بوده از اتفاقی که در کتب خود شیعه نوشته شده بوده یا در رابطه با رضای کبیر که روم گرفتیم همین بوده، خیلی نرم بوده. باید میگفتیم که بله عایشه پستان خودش رو در دهان مردان دیگر میذاشته، مردان غریبه میذاشته. اگه دوستان مدراتور حرفی دارن میشنویم. مایک بزنید دوستان اگه حرفی هست، اگر نه که بسیار عالی. موری جان بفرمایید عزیز. من فکر میکنم در این مورد خیلی صحبت کردیم، خودت هم الان خیلی کامل توضیح دادی. سپاس. رضای عزیز خوش اومدین عزیز، بفرمایید. درود خدمت کاوش عزیز و همه بزرگان که در استیج هستن. من انتقادی نداشتم، فقط میخواستم از صمیم قلب از شما تشکر کنم واسه این وقتی که واسه ما میذاریم، واسه این روشنگریتون. چون خود من هم ناخواسته در یک خانواده مذهبی متولد شده بودم و خوشبختانه 2 سال پیش با پیج کاوش در اینستا آشنا شدم و همین جرقه شد که بخوام برم حداقل این قرآنی که واسه خود ما اومده بود بخونم و حداقل یا این رفرنس هایی که کاوش ارائه میکنه یا دوستان، و به این نتیجه رسیدم خودم که این قرآن نمیشه از این خدایی که واسه ما توصیف شده بود و شنیده بودیم اومده باشه. بازم تشکر و ممنون واسه وقتی که به من دادید. سپاس از شما. جناب آقای حمید. سلام خدمت دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که دارم این صحبت رو میکنم. از همینجا میخوام از همه شما دوستان عزیز تشکر کنم، چون واقعا شما کاری دارید میکنید که این تاب و شکنی واقعی داره انجام میشه با این تایتلایی که میذارید، با این موضوعی که انتخاب میکنید و همه رو با رفرش دقیق بیان میکنید. همین باعث میشه که کل این تابوها از بین بره، یعنی تعصبات خاص از بین بره. من یادم میاد وقتی شما این موضوع رو، من توی یه روم دیگه ایم از داداشمون آقای کاوش داشتن انتقاد میکردن، من اونجا این موضوع بیان کردم و دوست دارم اینجا هم دوباره همین رو بیان کنم که من یادم میاد در مورد همین فاطمه زهرا و سلمان فارسی، وقتی شما رومو گذاشتید من رفتم توی این روم این دوستای عزیزمون که مذهبی هستن، حدود 1000-1500 نفر بودن و 70-80 نفر بالای روم بودن، همه هم میکروفوناشون روشن گذاشته بودن، به نوبت مرسی خونی میکردن و به قول معروف گریه میکردن با صدای بلند پخش میشد. بعد تو تایتل دومتون که همین در مورد فاطمه زهرا بود با خوابش میشون معذرت میخوام با خود در رابطه با خوابشون بود، دوباره من رفتم تو همون رو دیدم خیلی ملایم‌تر دیگه برخورد میکنن. معلوم بود از اون حالت خیلی تعصب زیاد فشاری که بهشون میومد خیلی کم شده بود. من از شما تقاضا میکنم اینجور تایتلا رو، اینجور موضوع رو خیلی بیشتر کنید که خیلی عالیه، یعنی واقعا تأثیر گذاره. خیلی ممنون از تک تکتون، واقعا متشکرم، ممنون از لطفتون. سپاس از شما. جناب آقای تیست بفرمایید عزیز. درود بر شما، درود بر هموطنای عزیزم. من فقط خواستم پیشنهاد بهتون بدم که در مورد آیات مکی، سوره های مکی که تعدادشون خیلی بیشتر از سوره های مدنیه، در مورد این سورات مکی و مدنی به نظر شاید نظرم غلط باشه، به نظر من بیاد یه تایتل بذارید که چرا محمد وقتی که به قدرت رسید دیگه وحی به اون صورتش نازل نشد، که من خودم میدونم جریان چیه، که محمد به قدرت رسید فقط گرفتار زن و پول و زر و قدرت و اینا شده بود که اصلا نمیتونست که چیز کنه. و تهدیداتی که در سوره های مکی هست، مثلا همین سوره ال
صفاته که سوره 37 قرآنه. من اگر مثلا تحت دیگه آیا از نظر تحت دیگه توش شده مثلا یکی از تحت دادش آیا از نظر پذیرایی بهتر از یا درخت زقوم در حقیقت ما آن را برای ستمکاران مایه آزمایش و عذابی گرداندیم، آن درختی که از قعر آتش سوزان می روید و می بهش گویی چون کله شیطان است، پس دوزخیان حتما آن را می خونند و شکمها را از آن پر می کنند. این تحتی داد آقای کاوش اگر در سوره مکی که چون قدرت نداشته محمد و به خاطر اینکه قدرتی نداشته فقط با تهدید از یک موجود خیالی و موهوم میمده مردم رو میترسونده که به فرقه شده اون ایدئولوژی که داشته تبلیغش رو میکرده که بتونه مردم رو جذب کنه، از این تهدیدات خیلی استفاده میکرده و از اون یه سری بعده هایی که مثلا طلا یا نمیدونم لباس های حریر یا شرابی که مثلا اصلا گیج نمیکنه که در تخت و تکشه میزنن با همسرانشون که آیات زیاده که تو سوره مکی وقتی هم به قدرت میرسه که دیگه اصلا کلن انگار آیات متوقف میشه و کلن توی این 10 سالی که به قدرت رسیده فقط میخوره و میجنگه و میکشه و هر کار دلش میخواد میکنه. در مورد این هم اگه یه تایتل بذارید واقعا به نظر من تایتل روم خیلی جذاب میشه از دید من. حالا در هر صورت بازم نظر خودتون. بدرود، پاینده باشید. سپاس از شما. در رابطه با حرفی که داشتین حتما بحث میکنیم در موردش با دوستان. اگر نظر بر این باشه که همچین تایتلی مناسب هدفهای نسل آزادان نشان هست، حتما چرا که نه، به زودی اصلا بررسی میکنیم آیاتی که در زمان مختلف بر محمد نازل شده بوده. در مورد حرفی که دوست قبلی داشتن من یک صحبتی بکنم. این که ببینید، کسی که قدم میذاره برای آگاهی خودش، گوش میده به حرفها، به صحبتهای منتقدان، اولین هدف ما اینه که این تفکر رو در ذهنش قرار بدیم که بله، تقدس به جایی نمیرسونه شما رو. تقدس یا چیزی رو مقدس دونستن جلوگیری میکنه از اینکه یک آزاداندیش باشین، چون این آزاداندیش هیچیش براش مقدس نیست، کسی براش مقدس نیستش، موضوعی، قرآنی، دینی، پیامبری براش مقدس نیست. به همه چی نگاه نقادانه داره. قدم اول برای اینکه بتونیم این فکر رو، این من بهش میگم دانه شک رو بذاریم در فکر دوستانمون، مخصوصا دوستان مسلمان، اینه که بدونیم که یا بهشون ثابت کنیم که بله، مقدس نیستن. اگر کسی خواب میبینه برای کسی تعریف میکنه، نشانه تقدس نداشتنشه. اونجوری هم که در کتاباشون میگن تقدس بوده، خیلی نیست همچین چیزی. از این جهت هستش که ما ادامه میدیم، قدم اول همین هستش 100% که تقدس زدایی بشه، چون تقدس داشتن یا مقدس دونستن چیزی بسیار اشتباهه، به شدت مخالفیم باهاش و هدفم همینه. ممنونم از دوستانی که مشارکت کردن. دوستان مدیریتور، اگر صحبتی دارین، کاوش جان شما اگه در مورد تایتلی که پیشنهاد دادن اگر نظری دارین بفرمایین همینجا، اگر نه که بقیه دوستان رو بیاریم بالا دونه دونه. بسیار عالی، بفرمو پیجا. برز پوزش شای عزیز، من فکر کنم آتیس خیلی نظر خوب بود و من از دیگه دوستان خواستم میکنم اگر میخواین در موردی که به حساب اگر شاید به فکر ما نگشته باشه، اگر در فکر از اونا میگرده که درباره از او مثلا صحبت بشه یا نقد بشه، موردهایی که در دین یا کسی باشه یا افرادی باشه که بتونیم ما نقد کنیم، یا سوره که یا آیه که تاله شاید ما به او نتونسته باشیم که رسیده باشیم یا درک درست کرده باشیم، اگر دوستان دارن، در نظر دارن، میتونن پیشنهاد کنن یا که در بک چینل بفرستن یا که بین بالا مثلا بیان کنن. و چیزی هم که آتیست گفت نظر خوبی هست، روش چی میکنیم، روش میشینیم فکر میکنیم و رومی میزنیم، چرا که نه. حالا خب ما هفته 3-4 روم خود 100% داریم، روم میزنیم، چرا که نه. بله کاوشان، خودت هستی؟
کاوش خواب برده فکر کنم نیست. خب دوستان عزیز، اگر کسی هست که خواسته باشه بیه بالا، لطفا دست بالا کنیم. من چون فکر کنم با کارده بودم، من کسی نمیبینم. شاید خودت هست در لیست؟ خیلی یکی از دوستان بودن که من قبول کردم اما بالا نیومدن. دوست دیگری اضافه شد. پویا جان بفهمه شما. سپاس عزیز. یکی از دوستان در پیام برای ما فرستادن که خب درود به شما هم عزیز، گفتن یک روم درباره امام سجاد بگیرین. خب یک جمله دیگه هم نوشتن، خب مورد نمیخوانم. باش عزیز، بررسی میکنیم امام سجاد شیانم، بررسی میکنیم ببینیم چی دارن در کتاب های خود درباره امام سجاد. اگر قابل نقد بود چرا کنه، به هر دو دیده. خب پروفایل به نام بین، خوش آمدین، از شما میشنویم دوست عزیز. من یه نکته بگم قبل اینکه ببین عزیز شما صحبت کنین. کاوشان اگر ممکنه، اگر روم رو دارین در یوتیوب پخش میکنه، دوستان پیام دادن که صدا خرابه، اگر ممکنه چک بکنید یک بار بعد بشنویم شما رو. بین عزیز بفهمید. درود به همه دوستان. اکثر تایتل هایی که زدم میشه اینجا کاملا جامع هست. دلیل حساسی اکثر مسلمان ها که نمیتونن از دین خود انتقاد کنن این است که ترس دارن. زمانی که امی تابوهای وحشت از درون مسلمان ها گرفته شود، تعداد زیادی قدرت زیر پیدا خواهند کرد که عقاید خود بازنگری بکنن. ممنون. بله سپاس عزیز. دیه پوستت بشنمیم. درود و سلام خدمت عزیزان گرامی. خوش آمدید. خوش باشین عزیزان. دیروز نتونستم، چون روم دیروزم همچنین عنوان داشت، نتونستم صحبت کنم به خاطر مشغله. میخواستم بگویم که عنوانایی که گذاشته میشه در رومای شما درباره موضوعاتی که صحبت میشه بسیار مهم است، چون که تا زمانی که این افراد و اشخاص از مقام مقدس بودند و پایین نکشیم، نمیتونیم مردم خود آگاه بسازیم. چون هرچی درباره قرآن، درباره حدیث و مردم ما رو تذکر بدیم، برشان غیر قابل قبول است. به خاطر که در ذهن هر مسلمان حضرت علی، حضرت پیامبر اسلام، خدا علای متعال، اینا در یک مقامی قرار دارن که ناممکن است غلطی و اشتباه را بتانند رفتتان به الگوهایشان، چون اینا نمایندگی از جوانمردی میکنن، نمایندگی از اخلاق نیکو میکنن. تا زمانی که ما ثابت نسازیم که اینا هیچ اثری از جوانمردی ندارن، هیچ بوی از انصاف نبردن، نمیتونیم نقد درست بکنیم. تمام افغانان، ایرانیان عزیز و تمام مسلمانان گرامی، ما وقتی که در خانواده مسلمان تولد میشیم، بر ما همیشه از خصوصیات جوانمردی ذکر میشه. بر ما هر انسان میفهمه که یک انسان جوانمرد و یک انسان بانصاف چی رقم شخصیت می باشه. فقط این عنوانه را که شما میگذارین باعث میشه که همه مسلمانان عزیز کمی فکر بکنن، ببینن که آیا چیزی که از جوانمردی می دانن، به نظر خودشان چیزی که تعریفی که از جوانمردی دارن، آیا او جوانمردی را در وجود پیامبر اسلام می بینن، یا در وجود حضرت علی می بینن، یا چیزی که از شرم و حیا می دانن خودشان، آیا او را در وجود فاطمه می بینن یا در وجود عایشه می بینن. اگر این چیزها را در وجود این اشخاص می بینن، من هیچ مشکل ندارم که به پرستش الله و پرستش این اشخاص ادامه بدم. اگر نمی بینن، باید فکر کنن که چرا برشان تعبیر دیگه آموخته شده. به اون خاطر این روما بسیار خوب است. تایتل هایی که میگذارین از سقراط محکمه کرده بودن که چرا تو
جوانان را گمراه می سازی. سقراط در جواب به مردم میگه که من مثل یک زنبور هستم که میایم اسب خوابیده را میگزم تا که بیدار شود از خواب. و شما مردم همو اسب خوابیده هستین. حالا در دنیای کنونی مردم ما مثل اسب خوابیده هستند. باید کمی گزیده شوند تا به هوش بیایند، به فکر بیایند، یک کمی فکر کنند درباره موضوع. با او خاطر تایتلا بسیار خوب است. دیگه دلیلی که من در ایروما اشتراک میکنم و حرفای شما عزیزارم اشنام یه است که شما هیچ وقت کوشش نمیکنید که درباره اسلام دروغ بگوین، به مردم تبلیغات غیر اسلامی را بگوین. چیزی که از اسلام میگین سند دارین، از کتاب اپوستت عزیز پر کنکشن داری. هر کسی هم که مشکل داره با او کتاب ها باید مشکل خود حل بسازه. اگر کدام عنوانی میگذارین که قابل قبول نیستن ببخشین عزیزان، پس ادامه نمیتونم چون کنکشن خوب نیست. تشکر میکنم عزیزان. سپاس از خودت عزیز. اگر کنکشن بهتر داشتی بازم صحبت میکردیم و در خدمت هستیم. پارسا عزیز بشنویم، مایک خدمت خودت، نقد کن. درود به شما. عرض به خدمت شما، اول من یه مثالی بزنم برای اینکه ببینیم اصلا توهین معناش آیا عمومی و مشترک هستش یا نه. هر کسی معناش از توهین متفاوت است. در یک خانواده مثلا یک بچه، مثلا یک بچه عمه خودش رو یا خاله خودش رو یا عموی خودش رو علاقه نداره، دوست نداره و پدر و مادر ازش میخوان که وقتی عمش یا خالش یا دایش یا هر کسی اومد سریع بره اون رو ببوسه و بهش سلام کنه، اما بچه این کار رو نمیکنه و اون بچه رو بی‌تربیت و بی‌ادب مینامن، در صورتی که دارن یاد به اون بچه میدن که دروغگو باشه، یعنی ریاکار باشه. معنای توهین برای هر کسی ممکنه متفاوت باشه. برای من ممکنه بعضی از چیزا توهین باشن مثلا از نظر شخصی، برای بعضیا یک چیز. پس ما نمیتونیم کلیت بدیم به این که یک مسئله رو اگر من نقد کردم من آدم فحاش یا توهینگری باشم. عرض به خدمت شما، راجع به بحث تاپیکتون، راجع به مسلمانان عزیزی، عده بسیار زیادیشون که اصلا نمیشه به نقد اونها توجهی کرد، چرا که اونها هر گونه حرف رو شما در مورد دینشون بزنید حتی از کتابهای خودشون رو توهین تلقی میکنن. پس اصلا فکر میکنم نباید راجع به این بحث کرد. اما راجع به اون دسته از عزیزانی که خودشون رو آتئیست مینامن و میان انتقاد شدید مثل یک دوست خدا باور میکنن، مثلا من دیدم که خیلی از روم ها اومدن نقد بسیار تندی کردن به اون تاپیک قبلی شما، در صورت که من تعجب میکنم. آقا شما اگر نقد داری خوب، حالا یه نقد کردی یه نیم ساعت یا 20 دقیقه نقدت باشد، ما میگیم جنبه نقد داره، اما وقتی که میای 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه میپردازی به کاوش یا پویا، این دیگه نقد نیست، این دیگه داری این افراد رو میزنی و من فکر میکنم داری سوء استفاده از نام آتئیست میکنی. و جالب اینجاست که به عنوان پایان صحبتام بگم، خیلی جالبه وقتی که یک موضوعی در کشور اتفاق میفته همه افراد، همه که منظورم اصلاح میکنم مثلا بردن واژه همه، خیلی لال میشن در مورد اون موضوع، هیچ صحبتی نمیکنن. مثلا همین توهین اخیری که به ایران شده، درسته هم جمهوری اسلامی هست ولی خب به هر جهت به همه ما توهین شده با توجه به این اتفاقی که برای این آقای رئیسی افتاده، ولی هیچ کسی هیچ حرفی نمیزنه. اما تا شما بیای بگی محمد این رو گفت، هزار تا شمشیر به سمتت کشیده میشه. اگر قرار نقد کنن همه چیز رو نقد کنن، نه فقط یک موضوع خاص. ممنونم از شما بر لطفیت. سپاس از خودت. خب دوستان مدیراتور نکته دارن؟ بانو سوان، موری جان بفرمایین. هر کدام دوستان بفرمایین. اگر بانو سوان مایک زدن نمیدونم، فکر می یک لحظه احساس کردم که مایک زدن. موری جان صحبت کن، اگر بانو سوان میخواستن صحبت کنن مایک میزنن. من فقط میخواستم این نکته رو که پارسا جان گفتن رو بهش بپردازم که ببینید ما، من خودم همیشه به شخص کاوش جانم همینطور، سایر دوستانم همینطور، معمولا وقتی سعی میکنیم به یک موردی که در تاریخ اسلام به نوعی ضد بشری است اشاره بکنیم، اونو اسنادش رو ارائه بکنیم،
در برابرش به این موضوع هم بپردازیم که در جمهوری اسلامی هم داره این جنایت ها اتفاق میفته، در طالبان هم داره این اتفاق ها به نوعی هر روزه میفته و اینها هم همه برگرفته از همین مواردیه که ما در سیره رسول میبینیم یا در آیات قرآن میبینیم. سپاس. سپاس موری جان. خب آمون عزیز، خوش آمدین، از شما بشنویم. سلام سلام، من اولین بار رو استیجتون هستم. کاوش هستی؟ من میخواستم کاوش صدام بشنوم. کاوشان هستی؟ صدای آمون رو میشنوی؟ مایک بزن اگه صدا رو میشنوی. من فهم کنم کاوش لایف یوتیوب دارم در مورد چیزی در مورد همین بحثا صحبت میکنم با یکی، اما پخش نمیکنن از کلاب هاوس. بفرمایین هامون عزیز. خب صدام داره به نظرت؟ بله صدای بله داشته باش. آره من میخواستم بگم که دنیایی که اکثریت آدم ها توش زندگی میکنه یه جهانیه، یه رنگی داره، یه چارچوبی داره، جنسای نرم و سخت و مایع و جامدش یه جوریه، جامد دنیایی که اقلیت توش زندگی میکنه یه جور دیگه است، اصلا یه قشنگ فرق داره، یه کابوسه. یعنی واسه اون اکثریت دنیا اون یه جهانیه که اکثریت همون رو با 20 درجه فشار بیشتر تحمل میکنن. به عنوان یه ایتیست تو ایران من دنیای دومی تجربه میکنم، بعد اون موقع این تجربه زیسته من شبیه تجربه زیسته زنا میشه، تجربه زیسته شبیه تجربه زیسته LGBT میشه، شبیه تجربه زیسته مهاجر میشه، شبیه تجربه زیسته اقلیت مذهبی تو کشورهای مذهبی فناتیک میشه. میخواستم بگم که احیانا اگر که ما تو این دنیا هستیم از زبون من یه وقتی حرف آزارنده شنیده میشه ازتون، با اون آدم ها که نشستن رو کرسی قدرت و سلطه یه ذره فرق داره حرفا. من وقتی میگم که هیچ که حق نداره به کسی لیبل بزنه، من از لیبل زخمی شدم، ولی وقتی مثلا یه نفر مرد سفید پوست مرکز نشینه انگلیسی زبان، من اینو خیلی تکرار میکنم، بگه لیبل، اون لیبل زخمی بهش نمیزنه، لیبل اونجا کار میکنه که بگی یارو فرقس میشه کشتش، بگی یارو مثلا سنیه میشه کشتش، بگی یارو شیعه است میشه کشتش، بگی یارو ایتیسته میشه خفش کرد، بگی دخترت رفته نمیدونم سکس داشته میشه شبونه با تبر کشتش. خواستم بگم که اقلیت هستیم و عذرخواهی میکنم اگر که جایی حرفی چیزی بوده با آزادی شما رو محدود کرده یا مثلا حرف بدی زده باشم که تو ناراحت کردش. هرچند من نه تا امروز تو کلاب هاست دنبال اعتبار بودم که مثلا کسی فالام کنه، نه بشناستم، دلم میخواسته برم دنبال هر کی صدا شنیده نمیشه دو فریاد بذارم. من این صحبتم بود و تشکر میکنم ازتون. حالا بازم اگر که نشه بودم یا مست بودم یا مثلا حرفم پرت و پلا بود ببخشید. نوش جان شما. نه نیست خب. چیزی خبری نیست پویا. نه خیلی هم عالی صحبت کردی عزیز. خب بازم اگر نوشیده باشی نوش جانت. خب آبتین جان خوش آمدی عزیز، از خودتم بشنویم. من عرض ادب دارم خدمت دوستان، ابتدا بهترین ها رو برای همه آرزو میکنم، امیدوارم که وقتش همگی به خیر باشه. در خدمتون هستم، من اینجا هستم برای اینکه در کنار دوستانم باشم، اگر نقدی هست شنونده هستم. نکو که من زیاد نقد دارم برای لیتو با آدرس تو آبتین. من بگم نقد کنم تو؟ بله بله بله. خواهش میکنم عزیزی. الهه جان خوش آمدین، مایک خدمت شما، در خدمت میشنویم از شما.
سلام دوستان عزیز، وقت همگی بخیر. تشکر میکنم از همه روم های بسیار عالیتون که من همیشه شرکت میکنم. فقط یک نقدی، حالا اسمش نقد میشه یا پیشنهاد میشه، گفتم بهتون بگم. من هر از گاهی تو رومای بقیه، حالا خدا باورها و اینا که یه خورده باشون مشکل داریم و اینا، شرکت میکنم که معمولا دیگه میشناسیم، معروفن به فحاشی و اینا. بعد ما همه هدفمون اینه که اینا بیان این رومهای شما رو که انقدر اطلاعات خوب میدین رو بیان گوش بدن، بشنون دیگه، بیان یعنی وقت بذارن، تحمل کنن، این حرفا رو بشنون. حالا نمیدونم تا حالا کسی این پیشنهاد داده یا نه، ولی همه حرفشون این بوده که تاپیک ها خیلی بدن. حالا ما خیلی هم میگفتیم بابا شما تاپیک رو ول کن، اصلا شما اینا فحاشی نکردن. یعنی من کاملا موافقم با شما که شما فحاشی نمی کنین و فقط تمام کتاب شیعیان رو میان باز میکنین و همون جمله رو اینجا می نویسین و همین هم برای اینا غیر قابل تحمله، یعنی همون کتاب خودشون رو. ولی پیشنهادم این بودش که برای اینکه ما میخوایم اینا بیان بشینن گوش بدن و بتونن تحمل کنن، چون خیلی تعصبی هستن اما همه اینا رو قبول داریم، اگر ممکنه یکم تاپیک ها رو از این تیزی و شارپی و اینا یکم بیارین پایین تر، چون من با شما موافقم که اینا اصلا فحاشی نیستا، ولی اینا میگن که تاپیک چون اینجوری ما نمیریم تو. همینه که هست، تاپیک وقتی زرده، وقتی حاشیه داره، وقتی اصلا تاپیک نمیدونم منزجر کننده است، ما نمیریم تو. باعث میشه که ما اصلا حتی اگه محتواش هم خوبه ما نریم تو بشینیم صحبت کنیم. خب من گفتم که وقتی ما میخوایم این همه شما وقت میذارین انقدر خوب میایین با سند و مدرک صحبت میکنین، پس چه کار کنیم که اینا رو بکشونیم بیاریم تو گوش بدن دیگه. فقط خواستم بگم که اگر ممکنه از این به بعد یکم تاپیک های یکم نرمتر بزنین، اینا بیان تو گوش بدن، شاید یکم به راه حقیقت بپیوندن. همین، متشکرم. سپاس از شما، نظر خوبیه. من یک چیز بگم موری جان، بعدن شما صحبت کنین. من یک پیشنهاد دارم به دوستان مدیراتور، به تیم نسل آزاداندیشان. ببینیم اگر تعداد بیننده ها یا شنونده ها امروز زیاد بود، زیاد شد، بیشتر شد، یک رای گیری میکنیم. اصلا الان مهم هم نیست که تعداد چه باشه، مهم فیصدش، درصدش هست. میاییم یک رای گیری میکنیم، شما تصمیم بگیرین که تاپیک های ما همی قسم باشه یا که نباشه. بوری جان بشنویم. سپاس. حالا ببینید، اون افرادی که فحاشی میکنن و یه سری اتاقهای خاص رو دایر میکنن، اونا دارن به نوعی به طور سیستماتیک هدایت شده کار میکنن و اصلا نیازی نیست ما اون افراد رو که به نوعی مشخصه که از چه روی در این فضا هستن رو در اتاق خودمون داشته باشیم. ما که برای اونها داریم فعالیت نمیکنیم. ما اومدیم توی این فضا، افرادی همچون ما اومدن توی این فضا، اونها اینجا هستند. ما برای مردم داریم فعالیت میکنیم، نه افرادی که مزد بگیرند که توی این فضا باشند. هدف اصلی ما مردمند، مردم کف خیابون، نه کسی که صبح تا شب توی این فضا و داره برای هر ساعت بودن توی این فضا مزدی رو از حکومت دریافت میکنه. ما با اونها کاری نداریم، اصلا نیازی به بودنشون به نظر من نیست. ما داریم این حرفا رو میزنیم که تغییری ایجاد بکنیم دیگه. تغییر که در یک فردی که خودش رو فروخته در این فضا باشه که ایجاد نمیشه. فرد خود فروخته که در پای این صحبت ها بشینه، تغییری توی اون اندیشش به وجود نمیاد. شاید اصلا این چیزهایی که ما داریم میگیم رو خیلی بیشتر از ما در مورد این مسائل بدونه، اما چون خودش رو فروخته هیچ گونه تغییری حاصل نمیشه. پس بود و نبودش در این اتاقها از نظر من فایده ای نداره که هیچ. اونها اگر پاشون بخواد توی این اتاقها باز هم بشه، بجز فحاشی حاصل دیگری نداره از نظر من. سپاسگزارم. سپاس موری عزیز.
خب ببخشید میشه من اسم کوچیکی بگم و دیگه مایک رو تقدیم میکنم؟ بله بفرمایید. اتفاقا یه چند تا از مردم عادی هم همینو میگفتن، یعنی نظرشون مینا بود که آره مثلا طرف ما آره منم اتفاقا میخواستم برم توی کلابشون، اصلا تاپیکو که دیدم نرفتم. مثلا ما میخوایم بریم یه مجله بخریم نوشته مثلا طلاق فلانی از فلانی، اصلا میگیم بابا اون که اصلا دیگه مثلا مشخصه دیگه، مثلا چرت و پرت، اصلا نمیریم اونو بخریم، از تاپیکش مشخصه مثلا چه چیزایی نوشتیم، میریم اون یکی که زمین مطالب بهتر داره رو مثلا میخریم. گفتن که آدم اصلا وقتی تاپیک رو که میبینه که مثلا مشخصه که توش چیه، اصلا آدم به خودش اجازه نمیده که بخواد وارد بشه. حالا حرف شما هم درسته، بله، ولی حالا من گفتم که اینجوری بگم که شاید اینجا البته که این تاپیک هایی که شما میزنین باز هم بیشتر بعضی ها رو جذب میکنه، اینا هم من قبول دارم، یعنی بازم بعضی ها کنجکاو میشن که بسن بریم این چیه که انقدر عجیبه، انقدر واقعا خیلی بدون پرده داره همچی چیزی رو صحبت میکنه خیلی راحت. ولی خب دوباره بعضی از مردم عادی هم که اونا هم متعصب هستن بازم میگن که ما وارد نمیشیم، مثل خیلی از مجله های زرد و اینها. حالا همین، بازم ممنون، من میرم توی آدینس و متشکر از رومتون. سپاس. بله شای عزیز بگم بشتن. حرفی که البته ماری جان زد کاملا صحیح، ما هدفمون آگاه سازیه، نه اینکه هرچند که ارزش قائلیم برای کسانی که میان از موضع خودشون هم دفاع میکنن، اما هدف ما آگاه سازی دوستانمون هست در کشورامون. هدف اینه، نه اینکه دوستان بیان دفاع کنن. میتونن البته هر اگه دوست دارن میتونن بیان دفاع کنن از موضعی که دارن، اما هدف ما آگاه سازیه، اینکه بذر شک رو بکاریم در ذهن دوستان، اینکه باعث بشیم نقادانه فکر کنن. ممنونم پویا جان. سپاس شای عزیز. موری جان مایک زدی. آره منم خیلی کوتاه دو مورد رو بگم. ابتدا در مورد مردم عادی که مثلا یه سری پیام ها رو میدن که وقتی یه همچین تاپیک هایی رو میبینند و نمیان، این باز هم برای هم مردم عادی هم این تاپیک ها به نوعی یک کارکردی داره. چرا؟ چون باز هم بفرما عزیز. آره چرا؟ چون به نوعی باز هم اون ذهنشون رو درگیر میکنه این تاپیک، حتی اگر ورود نکنم به این اتاق. اما در برابر ما آمار داریم، آمار برخلاف این رو نشون میده که این تاپیک ها به نوعی مردم رو میترسونه که بخوان وارد این اتاق نشن. ما میبینیم که این تاپیک ها خیلی جواب میده و حتی سرصدای زیادی رو هم به نوعی در این فضا بلند کرده. پس ببینید اینها این موضوع رو نمیشه با یک مجله زرد آمد و مقایسه کرد. چرا؟ چون این تاپیک هایی که ما داریم میزنیم و کسی تا بال در موردش صحبت نکرده و اینقدر موضوع خطرناکه که کسی حاضر نمیشه در موردش صحبت بکنه. پس من فکر میکنم این دوستان عزیز به جای اینکه اینقدر گیر بدن به اینکه به نوعی این تاپیک ها زننده است، از این جهت هم نگاه بکنن که کسی حاضر نمیشه یک همچین تاپیک هایی رو بزنه. دلایلش رو خودتون بهتر میدونید. سپاسگزارم. سپاس موری جان. خب ایشان که خودشان موافق بودن با تاپیک. بله بله، نه من اصلا منظورم این بانوی بزرگوار نبود، من کلی داشتم میگفتم. بله سپاس. خب دوستانی که نیستن، اگر دوستانی که صحبت میکنن لطفاً از آدرس خود لطفاً صحبت کنین. خب رادمرد مایک زدی، منتظر باش عزیز دل، یک نفر بشنویم چون دوستا بالا آمدن، بعد خودت صحبت کن. همان عزیز مایک خدمت شما، در خدمت میشنره. درود بر دوستان عزیز و آپتین عزیز. من آقای آپتین خیلی ارادت دارم بهش و کاوش عزیز، شاه عزیز و موری، همه پویا، سوان، سیاوش. در رابطه با اتاقاتون و تایتلاتون یا سرخطهای اتاق، من از زمانی که اومدم توی کلاب هاوس یا حدود یه 3-4 هفته میشه، اتاقهای شما رو بیشتر از همه شرکت کردم، چون هم خیلی علاقه دارم به تمایی که میدید و همین که خیلی از شماها آدم میتونه بیاموزه. من شخصا سرخطاتون رو توهین‌آمیز نمیبینم،
حقیقتش رو بگم. سرخطاتون شاید بعضی جاها تند باشه، ولی تند بودن با توهین‌آمیز به نظر من فرق داره، چون هر چیزی نمیشه آدم به عنوان توهین حساب بکنه. غیر از یه سرخط یا یک تایتلی که زده بودین، اونو من اگر جای شما دوستان عزیز بودم شاید یه طور دیگه فرمولرن میکردم، فرملش میکردم، چیزش میکردم در رابطه با فاطمه زهرا و علی و سکسشون بود. اونو من شاید یه طور دیگه که کسانی که شما، من مطمئنم شما دوستان اینجا زحمت میکشین و وقتتون میذارین که آگاه سازی بکنین و افرادی رو که شک دارن یا اینکه خیلی مذهبی هستن رو باهاشون بحث بکنین. فکر نکنم شما علاقه داشته باشین حرفای منو بخواید بشنوید، چون من هم نظرم باهاتون. برای همین اگر میخواین اونا وارد اتاق بشن، گفتم همه تایتلا اوکی بود جز همین یه دونه که یه ذره خیلی تند بود و خیلی سکس چیز بود، جنسی بود. احتمال داره بعضیا رو که هنوز خیلی توی خودشون متعصب هسته، البته موری حق داشت، موری میگفت، موری حرفی که موری میزنه الان درست بود، اونا حداقل بیشتر وارد بشن. کاشا من یه صحبتی هم با شما میخواستم بکنم. من در چند روز اخیر در خیلی جاها اسم شما رو به عنوان تایتل اتاقها دیدم. امیدوارم که اون باعث نشده باشه که شما امروز این اتاق رو زده باشین، چون اگر به اسم شما تایتل میزنن و تایتلایی که یه ذره چیزن، من اسم نمیخوام برم، نمیخوام وربون تبلیغ برای کسی بشه، یعنی شما دقیقا انگشت رو جای گذاشتی که درد میاره، یعنی اینو برای خودت یه موفقیت ببین. این نظر منه، اینو برای خود یه موفقیت ببین. افرادی هم هستن توی کلاب هاوس، اسم بازم نمیارم ولی میشناسیشون، یکیشون هم شماره داره تو اسمش، اینا وقت تلف کردنه. اینا کسی که خودشو به نادانی بزنه، هر چقدر زحمت آدم بکشه دانا نمیشه. اونایی رو که نمیدونن آدم میتونه دانا بکنه، برای اونا وقت تلف کردنه. اونا چه خوششون، شما بهترین تایتل با ادب‌ترین تایتل هم بزنی به اونا چیز نمی کنه، خوششون نمیاد. این نظر منه. در هر حال ادامه بدین کارتون رو، ممنون از وقتی که میذارین و من به عنوان یک فارسی زبان و به عنوان کسی که ازتون یه ذره سنش بیشتره، شما میتونین دانشای کوچیک من باشین، بهتون افتخار میکنم. دمتون گرم. قربان شما، سپاس از شما. شما هستین که ما هستیم و تمام تلاش و کوششی هم که ما میکنیم در برنامه ها همه به خاطر مردم ما هست، نه به خاطر دیگه چیز. رادمرد عزیز، پیشتر میخواستی صحبت کنی عزیز، بشنویم از خودت. درود به همه دوستان، درود به دوست عزیزی که قبلا صحبت کردن، واقعا نکات خوبی را اشاره کردن. ما دو نکته را باید در نظر داشته باشیم از نحوه فعالیت امی گروهی که ما هستیم، Free Thinkers Generation. ما تابو داریم، تابو دینی است، دیگرش هم تابوهای اجتماعی. در مورد تابوهای اجتماعی، بعضی از کلماتی را که ما در تایتل استفاده می کنیم، استفاده مروج و خیلی خیلی زیاد در زندگی روزانه امی افرادی دارد که واقعا از همه طور تایتل هاف میترسن و نمیاین که در روم اشتراک بکنن. البته یک نکته باید به ذهن دوستا ببانن که هدف ما جذب فالوور چیزا نیست، هدف ما آگاهی رسانیدن است، ولو که یک نفر هم تای سخنای ما بشینه و آگاه شوه، او خودش یک بذری هست که در آینده میتونه در هر جامعه‌ای که باشه، در هر محیطی باشه، روشنایی را به مردم خود برسانم. در مورد تابوهای دینی، دین آنقدر بالای اذهان ما تأثیر گذاشته که بعضی از اشخاص در حد تقدس خدایی رسیدن پیش دین باوران. زمانی که ما نام از اونا را در تایتل خود نوشته میکنی و عملی را که اونا انجام دادن یا شیوه تفکری را که آنها داشتن، این بزرگترین زیر سوال بردن عمو تابوهایی است که جامعه ما با او خیلی پابند هستند.
و دلیل از اینکه نحو برخورد ما در بخش تایتل نویسی یا در بخش عناوین ما خیلی زیاد مفید واقع شده همی است که ما در روم های دیگه یا از کسان دیگه که مخالف فعالیت های ما هستند زیاد سر و صدا میشنیم و یک کاملا همان چیزی است که ما میخواهیم، چون هر قدر که اونها در اطراف تایتل ما صحبت بکنن، در اطراف فعالیت هایی که در روم ما داریم صحبت بکنن، مانعشی است که شنونده هایی که حتی آنجا هم قرار دارند میرن دنبال تحقیق ببینن که واقعا ما چی نوشتیم و چرا نوشتیم و این را از کجا آوردیم. همین کافی است که ما بعضی از دوستان را وادار بسازیم که سری به کتاب های مقدس خود بزنن، سری به منابع دینی خود بزنن، تا چیزهایی را که بدتر از عناوین ماست به چشمشان بخورن و متوجه شوند که واقعا کاری را که ما کردیم حد اقل برخورد است که آن تابوهای نامقدس باید مورد هدف قرار می گرفت. ممنونتان دوستای عزیز. باکورد برادمرد عزیز. نه سپاس از خودت رادمرد. رادمرد صحبتش تمام شد شای عزیز. دیاکوی عزیز از شما بشنویم. مایک خدمت شما، در خدمتیم. دیاکو دیاکوی کوردمیر، آقای کوردمیر، خب ایشان نیستن، شما رو تانست پایین شنونده باشین. آقای علی مایک خدمت شما، شما میشنویم. بله سلام، سلام خدمت دوستان عزیز. آقا به نظر من که اصلا کاوش شاید یک نوری تو زندگی ماها بوده، چون خیلی از حقایقی که اینا اصلا توسط آدمای دیندار مخفی میشده ره داره برای ما روشن میکنه و به ما نشون میده. این واقعا یک اتفاق چندون به نظر من که اتفاق بزرگی بوده، چون ما تا الان مثلا شاید خیلی از ماها از دین خوشمان نمی آمده، چندون از اعتقادات بدمان می آمده، یا نه اصلا بی نظر بودیم. من خودم اصلا برام هیچ کدوم نه مهم نبوده، یعنی همجور بی نظر زندگی میکنم، ولی از زمانی که خیلی از این حرفا رو شنیدم دیگه از خیلی از آدم ها واقعا آدم بدش میاد، متنفر میشه، که شاید اصلا برام مثلا مهم نبودن ولی الان باعث تنفر میشه. چرا؟ چون این اصلا مخفی بود که آقا افکار ای آدم ها یا رفتارهایی که داشتن یا حتی اتفاقا مثلا جملاتی که تو قرآن بودن، ما خیلی از آدم ها نمیدونستیم که مثلا قرآن مردار تشویق میکنه به زدن زنا یا آدم کشتن یا خیلی چیزای دیگه، که آقای کاوش آمد خیلی درست حسابی، یعنی واقعا با منبع و با اطلاعات خیلی زیاد آمد اینا رو برامون روشن کرد و بهمون گفت که یعنی اگری بنده خدا نمیگفت، این بنده خدا که البته نیست، آقای کاوش یک آدم خوب، اگر این موضوعات رو به ما نمیگفت شاید تا آخر عمرم متوجه نمیشدیم که از این کم چیزایی هست. چرا؟ چون حرفه‌ای قایمشان کرده بودن ملای پدر سوخته. خیلی خوب، ممنون جناب، و راتونم لطفا ادامه بدین، اصلا واجبه ها، یعنی از چیزایی که باید این مردم بدونن. متشکر، سپاس از شما، سپاس از شما. دقیقا ما چیزی را بیان میکنیم که آخوند و ملا در منبر بیان نمیکنن. وی جان خوش آمدین، ما یک خدمت شما، در خدمت عزیز. سلام خدمت همگی عزیزان. من حالا میخوام یکم به تاپیک بپردازم راجع به نقد کلاب شما بود، حالا بیشتر اینجا تمجید شد، من میخوام حالا واقعا یکم نقد بکنم از کلابتون رو که یکم به این تاپیک هم پرداخته شده باشه. یکم راجع به صحبت های موری اول صحبت بکنم که میگفتن خیلی هم این تاپیک ها خوبه و اینکه باعث میشه حداقل سر و صدا ایجاد بکنه یا یه شوری ایجاد بکنه که ملت بیان توی این اتاق ها و مثلا گوش کنم. من میخوام بگم خب این که شدیم عین همونا، این که شدیم عین اون مسلمان ها که به هر ترتیبی که شده شما میخواین به هدفتون برسیم، واقعا این درست ها؟ یا این که اونا هم میان میگن خب باید اگه موقعیتش بشه تخمت هم باید بزنیم، باید چیزو بکنیم، هر کاری میتونیم بکنیم، حتی واجبات هم کنار بذاریم که مثلا نظامشون حفظ بشه، هرچی شما هم که دارین به همین میرسین آخر.
و حالا 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 جدایی از این تاپیک، اصلا این تاپیک هم گذاشتین که حالا من خیلی مخالف این تاپیک هم بودم، چون واقعا اولش یکم که تو گروه توی اون روم بودم داشتم گوش میکردم و وسطاش فهمیدم که اوکی این خواب بوده، مثلا واقعیت هم نبوده. حالا من نمی... واقعا خب این میشه با یه غرضی که شما این خوابو نذاشتین تو این تاپیک و این باعث میشه که بفهم آدم که اوکی اینجا یه غرض ورزی شده و به ناحق، یعنی به ناحق میگم یعنی به نادرستی. خب اینم یه خواب میتونه حالا هر کسی ببینه، حالا حضرت فاطمه هم دیده، حالا هر کسی هست دیده، خب این چه اشکالی داره؟ حالا بازم اوکیه، بازم میخواین راجع به، حالا اسلام این همه چیز دیگه داره، حالا ما نشستیم داریم راجع به خواب حضرت فاطمه نمیدونم بحث بکنیم، این همه نقطه داره آدم دست بذاره روش و مثلا آگاه سازی انجام بده. حالا شما خواستین این کارو بکنین، هیچ ایرادی نداره، هیچ مشکلی نداره، تاپیکتون رو حداقل درست انتخاب بکنین و راجبش بحث کنین. حالا بیشتر نقطه انتقاد من برمیگرده میاد به طرز برخوردتون با نظر مخالف. حالا هم یه آقایی اومد اونجا و خیلی با روش به نظر استدلال یکم دلیل آورد که آقا ممکنه این خوابو اینجوری ببینن، تفسیر داشته باشه، تعبیر داشته باشه، و طرز برخوردی که با ایشون شد چه فرقی میکرد با مسلمونا؟ ما اونجا چه فرقی واقعا کردیم؟ که فکر کنم شما بودین آقای پویا که برگشتین با تمام شدتی که میتونستین بهشون گفتین نمیدونم پرستوی مرد یا هر چیزی و با کلامش کام، اگر حتی حالا ایشون که خیلی معرف بودن و همه میشناختن، حتی اگه یه مسلمون هم اومده بود اونجا، یه مسلمون واقعی، باید جان شما از کجا میدونید که ایشان مسلمان نیستن؟ خب اگه تو کلاب هاوس بودین و فالو میکردین و ایشون خودش یک عالمه نقد، اصلا میگم قسمت دوم حرف من، حتی اگر مسلمان واقعی، حتی اگر شیعه واقعی هم بود و میاد یه حرف درست، نه شما از کجا میدونین که ایشان شیعه واقعی نیستن؟ حرف منو گوش میکنین؟ میگم حتی هم اگه باشه، نه امین کلمه عطاره که شما استفاده میکنین، شما از کجا میدونین که نیست؟ خب من میگم حتی اگه باشه اوکی، اصلا بل. هست شیعه مسلمون کامل، من که میگم نیست، اگه شما میگم دنبال میکردی، شما میگین نیست، شما ادعا میکنین، من که میگم نمیدونم، شما ادعا میکنین که هست و بدون اینکه دلیل بیارین همه تهمت ها رو به ایشون زدین، و این میخوام بگم چه فرقی بین ما ایجاد میکنه با اونایی که میان مثلا تهمت میزنن، بهتان میزنن؟ هیچ فرقی نکرد، حتی اگه یه مسلمان واقعی هم اومد اونجا، یه حرف درست، یه حرفی که دلیل داشت برای شما گفت، شما باید بپذیرین، شما باید قبول کنید با دل باز، نه اینکه تهمت بهش بزنی و بندازینش پایین و بگین که نه شما از طرف، اگر حرف مخالف ما بزنین یا حرف کلاب مخالف کلاب ما یا تاپیک ما بزنید، شما پرستو هستین یا شما نمیدونم از طرف اسلام اومدین. من میخوام بگم اینجا هیچ فرقی نمیکنه. و آقای کاوش شما هم که از زیرش در میرین و میگین من هم چه حرفی نزدم، حالا تو قبلی من هم چه حرفی نزدم، من کجا از من پیدا، من هیچ وقت نمیام هم چه حرفی بزنم. خب این قشنگ از زیر بار مسئولیت در رفتنه. توی اتاق شما یکی از مودریتورهای شما حداقل الان که فهمیدید یه همچین صحبتی شده، اون موقع آقای پویا شما هم همینطور اون موقع متوجه نبودید، الان که فهمیدید چه بی اخلاقی کردین، چه تعصبی برخورد کردین، چرا الان نمیان معذرت خواهی بکنید یا بگین من اشتباه کردم یا بگین نباید اینجوری رفتار می‌شده؟ آقای کاوش شما نباید بیاین بگین که اوکی من این حرفو نزدم، پس شونه رو از زیر بار مسئولیت راحت خالی بکنید. باید بگین نه تو اتاق من شده و من هر کی هم این حرفو زده من قبول ندارم و محکومش میکنم، نه اینکه راحت از زیر بار مسئولیت در بیاین بگین من این حرفو نزدم، من هیچ وقت نمیزدم. خود تو روم شما زده شد، شما هم ساکت اونجا و بعدش هم راحت به ادامه حرفاتون پرداختید. و دو اینکه من تو رومای شما جنبندی هم داشته باشه، خواستم بگم تو رومای شما خیلی میومدم، خیلی هم صحبتای قشنگی، ولی وقتی میبینم میرسه به این ته، میگم به هر راهی، به هر روشی، این حتی زردخ به خود آتیز، وقتی چند نفر میاد اینجا و میبینم استدلال در این حده یا به این شیبه های خیلی سطحی متوسل میشین که مثلا اسلام یا حالا به نقد خودتون بپردازین، این باعث میشه حتی حرفای اصلیتون، حتی حرفایی که پایه و اساس قویی هم داره، آدم دیگه به شک بکنه. حیفه. من میگم من اتاقای شما خیلی میومدم، ولی وقتی یه دفعه میبینم که همچین مضمونی، یه همچین صحبتی با یه همچین برخوردی با یه طرز تفکر مخالف ایجاد میشه، من خودم اینجوری هم که وای نکنه که مثلا بقیه حرفاش هم پس این شکلی بشه، نکنه بقیه حرفاش هم مثلا دیگه نمیتونم اعتماد کنم. یعنی خب این میشه یه لطمه به خودتون زدن، اینو خواستم که دقت کنید. سپاس عزیز. کاوشان تو صحبت کن بعدا من صحبت کنم.
اول یک چیز ما بگویم به آقای وحید پیش از اینکه کاوشان صحبت کنه، رومایی که عنوانای ما خیلی به حساب گفتن شما دوستان زننده هست، در این روما ما یک پلیسی رو بازی میبینیم به خاطر که یک بار روم ما رو زدن، ما یک نفر بالا میاریم، یک نفر بالا میاریم، صحبتش رو میشنویم، پایان میفرستیم، یا خودش باید بره، میدانن دوستان خودشان بیشتر میرن پایین، بعدن اگر نرفتن ما میفرستیم پایین. این قوانین کلب ما است، ای که شما اول گفتین که فرستادین پایین. بله، ما هر کس که باشه، ولو که هر کس باشه، چی مخالف چی موافق، یک نفر که بالا میاریم، بعدن صحبتشان تمام میشه، میبریم میفرستیم پایین. کاوشان تو حالا صحبت کن، من صحبت های خودت دارم. سپاسگزاری میکنم. خب در قدم نخست ما با این سوال 10 بار پاسخ دادیم و یک بار دیگر هم پاسخ میتونم به شما دوست بزرگوار. وقتی فردی میاید در رومهای ما، خودش را آتیست معرفی میکنه و در واقعیت شما از طرفش استدلال میارین که ایشان مسلمان نیستند، این کار، این عمل شما هم عمل زیبا و پسندیده نیست. که بیاین بگوین طرف مسلمان هست، ببخشین آتیست هست یا مسلمان نیست، مهم نیست که کدام دین را داره، مهم اینجا اسلام و نامسلمان هست. خب ایشان در 4 تا لایو ما آمدند دفاع از اسلام کردند. ما هیچ آتیستی را ندیدیم که آمده باشه در برنامه ما دفاع از اسلام کرده باشه. یکی نقد ما است و دیگری دفاع از اسلام. مثلا در باب سوره نساء آیه 34 واژه وضربو هن که در کتاب شیعیان 10 رقم تفسیر داره و یک آتیست میدونه، فردی که به خودش آتیست میگه و در باب قرآن نظر میده، باید منتقد دین باشه، حداقلش منتقد قرآن باشه، میدانه که قرآن نیاز به تفسیر نداره. هیچ آتیستی به این نظر موافق نیست که قرآن نیاز به تفسیر داره. آتیست میایه، خودش آتیست معرفی میکنه طرف، برای ما حدیث میخونه که تا بتونه تفسیر کنه آیت را. خودش یک نشانه فریب، دروغگویی و همچنان موضوع غیر اخلاقی است. یک آتیست مدرح را برای ما شما نشان بدین، یک تاره که بگه قرآن به تفسیر نیاز داره و بیاید در اینجا بالا، خودش همین لحظه بالا بیاید، یکی از همین آتیستایی که در برنامه هستن در پایان صدای ما را میشنون، منتقد قرآن باشن، بالا بیاید بگه قرآن تفسیر داره. ما برش توسط 18 تا آیت قرآن ثابت میکنم که قرآن تفسیر داره یا نداره. بنان کسی که میاد میگه قرآن تفسیر داره، میخواد از قرآن دفاع کنه، و دیگه آتیست نیست، معلوم دار است، جهتش معلوم دار شد برای ما. یک مسئله. مسئله دوم، در روم های انگلیسی اشتراک میکنه، دفاع میکنه از چرندیات و جفنگیات اسلام، نه این که ما را نقد کنه، بازم به دفاع از جفنگیات اسلام میآید در 3 روم ما. و بعد اینکه در هر رومی که ما رفتم یادم از اسلام دفاع میکرد، در هر رومی که ما رفتم صدای ادیر شنیدم و دوستانی که برام پیام فرستادن، در هر روم از اسلام دفاع میکرد. برای ما مشخص است که کی است دیگه. الان در پیشانی خود خونه نباید جای مهر کربلا را داشته باشه که مسلمان باشه بابا عزیز، یا اون سوراخ کربلا باشه در پیشانیش که ما بگوییم مسلمان هست. خب مسلمان مگر شاخ و دم داره؟ مسلمان مگر متمایز است از ما، اندامش، قیافش؟ خب متمایز نیست دیگه، مسلمان است، فقط حتی چهرهش هم معلوم نیست. شاید چی میدونین که امامه یا خوندی هم بر سر خود داشته باشه، اونا که با چهره خودشان برنامه نمیگیرن، ظاهرشون هم معلوم نیست. همیست ما که میام در پروفایلم ظاهرم معلوم است که ما بینیم آیا در سر خود امامه داره یا کدام چیزی دیگه ای هست. این مسئله بعدی. و موضوع دیگر که شما میگین در روم شما فلان شد و شما به همون شکل خودتان را نجات دادین، گفتین من نگفتم، پویا گفتی، نوش جانت، من هم میگم پویا جان آفرین که گفتی، برش تو پرستو هستی، بخاطر که پرستو تعریف پرستو است، کرکس تعریف کرکس است. بعد از این برشان پرستو نمیگیم، چون باید ماده باشه که برش پرستو بگویی، برش میگیم کرکس، لقب جدید، کرکس های جمهوری اسلامی، پرستوهای جمهوری اسلامی، نر ماده. بعد از این 3 مورد که ما برای شما بیان کردم، ایشان کرکس جمهوری اسلامی هستن. مهم نیست که آتیست خودش را معرفی میکنه برای ما، مهم نیست که خودش را چی کسی معرفی میکنه. انسان وقتی صحبت میکنه خودش را معرفی میکنه. ما یک تا جهت داریم، مخالفت با خرافات اسلامی، چیزی که با اسلام نهفته باشه، جمهوری اسلامی، نمیدونم فلان اسلامی، بهمان، هرچی که اسلام باشه، خوب و بدش برای ما مربوط نمیشه. مسلمان نواندیش و کهنه اندیشش کلش مسلمان است،
ما دشمنی نداریم، قتلشان نمیکنیم، مخالفت با هر گونه اسلام داریم که انواعش را اینا برای ما ساختیم. مسلمان نوندیش هستی بیا کنار ما، مدراتور میسازمت. آخوند خوب هستی، آخوند حکومت نیستی بیا کنار ما، مدراتور میسازمت. آتیست هستی، از فاطمه الزهرا دفاع میکنی، از آخوند دفاع میکنی، خامنه ای را سلطان میدونی، بیا کنارم در پهلوی میگذارمت، مدراتور باش. ما بابا جان با کس چی نداریم، تعارف نداریم. ما با هیچ آخوند تعارف نداریم، با هیچ آتیسته که خودش را بگه. ما تنها مشکل ما با آخوندهای حکومتی است. دیگر آخوندها مسلمان هستن، من سیکولار هستم. کدام سیکولار؟ سیکولار یعنی چی؟ سیکولاریزم تعریفش همین است. اسلام با سیکولاریزم مگر یک آیتش تطابق داره؟ خب وقتی میگه و من لم یحکم بما انزل الله و اولئک هم الکافرون، هر کس که یک حکم ما را قبول نکنه کافر است، کدام سیکولاریزم؟ خب کافر شد دیگه، که مسلمان نیست. اسلام دین مطلق هست، بر اساس شمشیر و خون و تستوسترون و تهدید آماده شده و در برابر ما استادگی میکنه. با عناوین ما کسی مشکل نمیتونه داشته باشه. به چه دلیل؟ به خاطر که عناوین ما از کتاب خود شیعیان هست، از سه تا افرادی که شیعگری را بنیان گذاری کرد، کتاب استبصار و کتاب کافی و کتاب تحذیب الاحکام که از توسی است و از شیخ صدوق من لا یحذر، استبصارم از توسی و کتاب اصول کافی هم از کلینی. این سه تا شخص اسلام را ساخت، اسلام شیعی را، گویا خب شیعه مسلمان هم که نیست، شیعگری را بنیان گذاری کردیم. همین شیعگری توسط کی بنیان گذاری شده؟ توسط همین سه فرد. همین سه فرد میگن که هر آن چیزی که در کتاب ما از درست است، قرآن تعریف شده. شیخ صدوق میگه قرآن ما را امام زمان میاره. بابا جان کدام قرآن از مربوط ما میکنی؟ شیعه که مسلمان نیست. اما موضوع دیگه که پویا جان برش پرستو گفت، اشتباه کرد پویا، برش پرستو گفت، باید کرکس میگفت، چون از نگاه نر و ماده بیچاره رنج برد، باید برش میگفت نرستی تو، چون اونا از ماده ها بدشان میآید. باید پویا برش کرکس میگفت که بعد نمیبرد از این مسئله. و موضوع بعدی روم بزنین بابا جان، آزادی بیان از روم موازی بزنین انتقاد کنین، مثل که اونا زدن خواهر مادر کاوش فلان. ما رفتیم اشتراک کردیم، انتقاد کردیم، گله کردیم؟ نه، به خاطر که ما میدونیم که انگشت را جای گذاشتیم که باید میگذاشتیمش تا امروز، که گذاشته بودیمش در گذشته همچنان. و موضوع آخری که میخوایم بسیار کوتاه بگویم در مورد این که طرف میآید و بی اخلاقی میکنیم. ما بی اخلاقی نیست، رومهای ما به همین شکل هستن. اگر بی اخلاقی کده شیخ صدوق کده، برن یخه شویرن پاره کنن، مشکل ما نیست. ما کتاب میخونیم، در منبر کتاب ها را میخونیم، گریه میکنین، الله اکبر، صلوات الله، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. اما اگر موری کتاب بخونه، موری فحاش است. اگر همی کتاب آخوند بخونه، بسیار انسان خوبی است. اگر آخوند بگه که دیشب علی به محمد قصه کرد که ترشحات واژنی فاطمه بر من اصابت کرد، بعد بگه لطفا سبحان الله هم بگه، تمام شیعیان میگن سبحان الله، چون آخوند است. اما اگر موری بگه محدود الدم میشه، باید کشته شوه، قتل شوه موری، یا ما یا پویا یا دیگران. از زبان آخوند برای شما هر چیز را خوشتان آید، اما زبان ما خوشتان نمی آید. هر وقت ما آمدم گفتم فلان در فلان کردم در اسلام، فلان کردم در قرآن روح محمد، اون وقت بگه کاوش فحاشی میکنه، توهین میکنه، انسان بیشوری است، بد اخلاق است، اخلاق نداره. اما اگر وقتی که شیخ صدوق میگه فلان کردم در عثمان در مورد سینه های فاطمه آیت روایت دارن، در مورد رابطه جنسی فاطمه با علی از ترشحات واژنیش روایت دارن، در مورد اینکه محمد در تشت آب تف میکنه فاطمه رو میگه سینه های تا بشوی روایت دارن، در مورد کیفیت آلت تناسلی مردان قریش توسط عایشه که چگونه اونها قوی هستن ضعیف هستن روایت دارن، در مورد اینکه محمد در عایشه دخول میکرد اما متوجه نشده که داخل کرده روایت دارن. ما اینها را میخوانیم، شما بالای ما قهر میشین بابا جان. خب برین گریبان کسایی را بگیرین، اسماعیل بخاری از شیخ صدوق از کلینی از طوسی از شیخ مفید است، شیخ نامفید است. خب اینا که گناه ما نیست، ما داریم کتاب میخوانیم. کتاب خواندن از شو وقت به این شده فحاشی. اگر واقعا کتابای شیعه را وقتی ما میخوانیم فحاشی محسوب میشه، پس شیعگری یعنی فحاشی، شیعه یعنی فحاش. پس ما با افراد فحاش مواجه هستیم. شما چرا از اونا انتقاد نمیکنید؟ من از ما انتقاد میکنم. خب انتقاد شما بالای چشمان ما، برین بگین که چرا دینتان فحاشی است.
کلامتان روم گرفتین، گفتین که همین برنامه هایی را که نسل آزادندشان میگیره، چرا این فحاشی ها در دین شما وجود داره؟ یکیتان برنامه گرفتین؟ کدام گروه آتیستی برنامه گرفت؟ چرا این هایی که در برابر ما انتقاد میکنن در برابر شیعیان یک برنامه نگرفتن؟ که چرا در کتاب های شما این فحاشی ها وجود داره؟ چرا به مادرتان توهین کردین؟ چرا مادرتان را صدقه و قربان دوست پسر دوست دختر سلمان فارسی معرفی کردین؟ چرا محمد را گفتین بالای دختر خود تجاوز کرده؟ چرا گفتین محمد زنهای خود در سوره احزاب آیه 52 بدل میکنه؟ چرا گفتین محمد در تخت خواب همسر خود با کنیز خود زنا میکنه؟ کدامت انتقاد کردین؟ کردین؟ نکردین؟ الان شما شدین کاسه گرمتر از آش، فقط گریبان کاوش را بگی کاوش ستیزی شروع شده. ما یک فرقه هم دارم اینجا، ما رهبر فرقه هم شدم الان. این کاوشیزم را شما بنیانگذاری کردین برای من تا بتونین مردم را تهدید کنین، مردم را به قتل وادار کنین و فتوا هم بده که در افغانستان اینا محدور الدم هستن، کشته میشن. تمام ویدیوهایم در یوتیوب هستن، عکس پروفایل من خودم هستم، دوستان مرا میشناسن. بازوی در اینستاگرام هم یک ویدیو میگیرم، طالب هم دعوت میکنم. ببینین که من به این شکل که ما با اینا برخورد میکنم، با طالب که زنده میتونه مرا پیدا کنه چگونه برخورد میکنم. همیشه شعر همیشگی مست میگه عقاب زننده نترسد ز بوم، دو مرد خراسان دو صد مرد روم. نترسونین کسی را، محضور الدم خطاب میکنین، هر چی خطاب میکنین ما از گپا نمیترسیم عزیزم. سپاس پویا جان. بسیار سپاس کاوش جان. ما فقط وای جان میخوای به بالا، ما پیش از اینکه وای جان به ما چیز بگویم، دوست عزیز، تمام این صحبت هایی که فعلا کاوش جان کرد، پیش از اینکه ما این روم بر باز کنیم، در یک روم سوشیال بودیم با خود این آقا، ما این تمام این صحبت ها رو برش مستقیم به صورتش گفتیم، بدون کدام ترس، بدون کدام گپه، تمام این صحبت ها برش مستقیم گفته شده. چیزی که ما فکر میکنیم دربارش و چرا این کارا رو کرده و چرا ما گفتیم. ما در یک روم نیمه خصوصی، روم سوشیال، ما در برش گفتیم تمام این صحبت ها رو. حالا بیاین شما بالا ببینیم صحبت شما چی است. آقای وحید بودن فکر کنم، بیاین بفرمایید. بله خیلی ممنون، صدای من میاد؟ بله بله بفرمایید. بله میخواستم به آقای کاوش چند تا جمله بگم که خب خیلی خیلی حرف زدین، ولی به صحرای کربلا، یعنی هیچ کدوم از جواب هیچ کدوم از سوالای منو آخر ندادین که بعد تاسف داشت که هر جوری خودتون بخواید قضاوت بکنید هیچ ایرادی نداره اینا رو بگین کرکس یا نمیدونم بگین چی، ولی کی تعیین میکنه اینا رو؟ خودتون، نظر خودتون. یه آخوندی که به قول شما حکومتی نباشه میاری میذارین کنار دستتون، ولی یه نفر، ولی حالا بیاد یه اشکال کوچیک از شما بگیره، اونم از بحثتون، اونم از اینکه اتفاقا خیلی هم خوبه که آتئیست بیاد از آتئیست انتقاد کنه. دفاع بدی که آتئیست میتونه داشته باشه، این به ضرر این تحلیل سطحی که شما میکنین، این به ضرر ما، این به ضرر این همه استدلال خوبی که آتئیست. صدای شما قطع شد عزیز. حداقل به چشم من اینه که اوکی، من خودم اونجا داشتم بالون میزدم. وحید جون صداتون باگ داره. وحید جان میشه یه بار برید بیرون دوباره بیایید عزیزم؟ خب آقای وحید، من یک چیز برش موبایل من الان صدای من خوب میاد؟ الان خوبه، بفرمایید. بله بله، در 30 ثانیه سخناتون. بله بفرمایید. فقط همین خواستم بگم، این نقد بدی که شما میکنید، من خودم میگم تو اون روم که بودم منتظر بودم بالبال میزدم یه نفر بره فقط بگه که آقا این اشتباه، خب اینجوری حداقل چیز نکنین، خب این به ضرر خودمون تمام میشه. این همه نقد خوب و چیز بهتری که داریم، اونا هم زیر سوال میره. خب چه کاری؟ ولی حالا هیچ ایرادی هم نداره، شما دوست دارین دست بزنید جناب وحید، یکی از مصادیق ضرر رو هم برای ما بگید که در موردش بتونیم بیشتر ریستارت. همین که دیگه کسی اصلا، من میگم این همه حرف خوب زد این کاوش، این همه روم خوب گذاشت این کاوش، وقتی یه نفر میاد میبینه که اینجوری داره قضاوت میکنه یا اینجوری بی انصافانه، اینجا دیگه واقعا دیگه دنبال حقیقت نبود، فقط دوست داشتم. ما دارم برات میگم دوست عزیز، یک بار دیگر اگر ایشان در روم بیاید، من ثابت میکنم که کرکس خامنه ای است. الان داری برام اینجا فخر فروشی میکنی جان برادر؟ من دارم برات میگم به زبان فارسی، یک لحظه اجازه بده، گوش شنوا که داری جان من، گوش شنوا به خاطر است که من وقتی حرف میگم از این گوش داخل شو، از گوش دیگه خارج نشه دیگه.
ما برات 5 تا مثال دادم که نظر به این مثال ها ما برایش میگم که تو کرکس خامنه ای هستی و هستی دیگه، کرکس طالب هستی و هستی دیگه. فردی که میایه میخواد مرا به طالب میگه برین در افغانستان طالبا شما را قطعه قطعه میکنن، الان اومدی تو از اون بر ما دفاع میکنی؟ ما در روم امروز 3 ساعت صحبت کردیم، یک پاسخ نداشت، دوستان شاهد بودن. ما ازش پرسیدم همه چیز را که میخواستم بپرسم پرسیدم. در روم می از اسلام دفاع میکنه، در 4 تا روم مامت از اسلام دفاع کرد، اما در یک روم نیامد که برخلاف اسلام یک تا حرف بزنه. این چی کاره است؟ کی است؟ آتیست مسلمان ما نمیبینیم عزیز من. جان برادر شما هم انگار اصلا گوش نمیکنه. من نیومدم که از اینجا از مثلا این لرفون من را مثلا یا دلیل گفتم دیگه. سپاس وحید جان، سپاس. یک لحظه دوستان، یک لحظه آقای وحید، یا آقای وحید یک لحظه صبر کن عزیز دل. سپاس از شما دوست عزیز که شرکت کردین، صحبت هم کردیم، نقدام کردین، روی چشم عزیز. من فقط در آخر یک جمله براتون بگویم عزیز، هر کسی که به نام آتیست آمد قرآن نقد کرد، ولو که 6000 روم به اندازه 6000 آیت قرآنم که روم بزنه و تک تک آیه رو نقد کنه، ولی در یک روم بره دفاع از حسن و حسین و فاطمه بکنه، بدان که ای عسکر جمهوری اسلامیه. من فقط به دوستان میگم که دوستان خیلی نظر اشتباهی آقا پویای عزیز. سپاس از شما. خب شما خب اگه پس برداد عزیز اجازه بده عزیز اجازه بده عزیز دل. از لحاظ شما اشتباه است، درست است که از لحاظ شما اشتباه است عزیز. نظرم من با شما فرق میکنم، نظر من با شما فرق میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه جمهوری اسلامی کرکسایی که داره و این پرستوهایی که داره اینا را به زیر پوست آتیست میفرسته که با دوستان آتیست که بزرگی که سالیان سال دین نقد کردن خواسته باشه با اینا نزدیکی بکنن و بتونن از طریق از اینا پیدا کنن اینا را. چراش آخوند وقتی که یک آیه قرآن تو نقد میکنی اصلا خیالش هم نمیایه؟ وقتی که تو فاطمه رو نقد کنی همه میسوزن، میدونی چرا؟ پس بدان او آتیستی هم که وقتی تو فاطمه رو نقد میکنی میسوزه، بدان که او هم ربط ارتباط با جمهوری اسلامی داره. سیاوش شا مایک زدن اینا رو بشنویم. سیاوش شام بفرمایید. عزیزم سپاسگزارم. وای جان کاش بالا باشی، من یه صحبتی باید بکنم. عزیز ببینید، من مجدد عرض ادب میکنم حضور دوستانی که تشریف آوردن و در این روم هستن، از مدیرترهای عزیز و دوستانی که روی استیج هستن و دوستانی که ما رو شنونده هستن در پایین. ببینید عزیز، این موضوع دامنه دار هست، نه برای یک جلسه. چون اگر بله شما حرف شما کاملا درست میشه، اگر زمانی که ایشون یک جلسه یا هر کسی دیگه، نه اینکه بخوام کسی رو مورد هدف قرار بدیم یا تارگتش بکنیم، ولی اگر دوستی که بیاد انتقاد کنه، بسیار بسیار کار خوبی میکنه، بیاد در مورد تایتل ما نظرش رو بگه و یا در مورد موضوعی که در اسنادی که منابعی که از اون اسناد ما ارائه میکنیم بگه این ضعیف هست سندش، با کمال میل حتی خیلی از بزرگان که دوستانی که شما در کلاب هاوس میبینید من آتئیست هستن و حتی تاریخ شناس، نسب شناس هستن و میان صحبت میکنن و بعضی از تایتل های ما رو و بعضی از اسنادی که ما ارائه میدیم یا منابعی رو که میگیم اینها مخالفت میکنن یا میگن به این دلیل و به این دلیل این سندش ضعیف هست و به صحت سقمش ممکنه ایراد وارد بشه، ولی در کتب ارائه شده و این تدریس میشه. این گونه نقد کاملا قابل بررسی و پذیرشه. اما وقتی که پیاپی شما در مورد مسائلی یک نقدی میکنید و اگر خب با دلایل ما یا به دلایل دوستانی که اینجا هستن، حالا کاوش یا پویا یا شاه عزیز یا حتی موری و دوستانی که در این استیج به عنوان مدیرتور فعالیت میکنن، با قابل پذیرش نباشه، خب میگذاریم ازش و میریم. اما شما اون دوستانی که میان میگن شما مقرزان، در حینی که ما داریم اون موضوع رو بیان میکنیم، همونطوری که خیلی ها میان موافقت میکنن و نظرشون رو میگن و خیلی ها میان مخالفت میکنن و نظرشون رو ارائه میدن، ایشون یا کسانی که شبیه هستن میگن شما مقرزانه دارید این عمل رو انجام میدید، شما قصد و غرض دارید. ببینید این محکوم کردن و قضاوت کردن و پیشورز قضاوت هست.
اگر چرا میومد نقد میکرد ما خیلی خوشحال میشدیم که یک نفر بیاد ما رو نقد بکنه، ولی ایشون از قبل بعد از اینکه نقدش رو ارائه داد و ما نپذیرفتیم، نه اینکه بنده ولی به هر حال بنده کاری نیستم ولی دوستمون که حالا برمانو کاوش مخصوصا در زمینه اون جلسات قبلش، نه فقط همین یک جلسه، چندین جلسه قبلش هم ایشون اومدن گفتن این موضوع قابل قبول نیست، خب ما گذشتیم، خب اشکالی نداره، یه دوستی هم میاد مخالفت میکنه، حتی مؤمنین و مسلمین و چه میدونم آخوندها هم میان مخالفت میکنن، ما که در موردشون صحبتی نمیکنیم، اونها مشخصا میان میگن ما اینو نمیپذیریم، خیلی خوب تموم شد. ولی ایشون میاد میگه من اینجوری اونجوری، ولی شما دارید مغرضانه عمل، یعنی دائم داره به ما حکم میچسبونه، ما رو مغرض میدونه، نشون میده. خب این که دیگه نقد نشد، این هدف داره، این جهت داره. به این دلیل این موضوع پیش اومد تو اون روم هم که صحبتی شد و پویا گفتش اینجوری، منظور گفت شما رفتارتون مثل اینهاست. این یک تمثیل بود که ایشون به خودش گرفته و بعدها متاسفانه فعالیت‌های شدیدتری هم نسبت به این روم کرد. حالا به هر حال این بعد آدم همه جوره، حتی ما بعد از این ماجرا ببینید، حتی اینجا اگر مدیری اشتباهی بکنه ما در بک چنل باهاش صحبت میکنیم و گاهن هم اگر اصرار بکنه میندازیمش پایین، اینجا با کسی تعارف نداریم، حتی مدیرها. چرا؟ چون قرار نیست ما اینجا کسی رو محکوم بکنیم بدون سند و بدون دلیل. حتی اگر اون مدیری تو رو ما کار اشتباهی انجام بده و نپذیره، ما اون رو ردش میکنیم و بعد از این جلسه ما جلسات بعدیمون هم صحبت میکنیم و اون مدیر رو مؤاخذه میکنیم که چرا مثلا شما این حرف رو زدید. ایشون وقتی دفاع از خودشون کردن و سندها رو ارائه کردن که اینجوری شده اینجوری شده، من به این دلیل گفتم مثل، به این خاطر ما حتی اگر خود ایشون میمد با ما صحبت میکرد یا پیام در بک چنل برای بنده یا برای دوستان میذاشت، ما براش همون جلسه یک روم میذاشتیم و جدا هم ما بعضی از اسناد ممکنه اشتباه شده باشه، در روم های بعدی مدیریتورها میان در فلان روم ما این سند رو ارائه دادیم و اینجا اشتباهی بیان شده بود و این اشتباه رو اصلاح میکنیم. نیازی نیستش ما با هم بجنگیم. سپاس از شما. سپاس سیاوشان. ببین روزی که روم چیز داشتیم، فاطمه و سلمان فارسی داستان داشتیم، این آقا آمد در روم مخالفت کرد و دفاع از فاطمه کرد، ما گفتیم نه، چیزی به حساب ما نمیپذیریم، چیزی که در حدیث هست و شاهدی که ما داریم ما روی از او پابندیم که امی مسئله بوده و ما میر بیان میکنیم، نقد شما رو ما نمیپذیریم. بعدا همین روم خب ایشان رفتن دیگه، ایشان رفتن تمام شد قضیه. همین روم ما به زبان انگلیسی داشتیم سیاوش عزیز با شاه. این آقا در اون روم هم آمد همون قضیه رو تکرار کرد. خب آقای عزیز، تو که میدانیستی که وقتی تو آمدی در روم فارسی ما همون مطلب تو بیان کردی، ما رد کردیم، ما قبول نکردیم، چرا در روم انگلیسی آمدی دوباره او رو بیان کردی؟ شای عزیز مایک زده بودی از خود بشن. بله، جالب اینجا بود که پویا جان در رومی که انگلیسی بود دعواشون رو عوض کرده بودن، یعنی بحثشون سر این بود که علی هم با سلمان بوده، بحث این بود در اون روم که حتی موضعشون رو عوض کرده بودن، یعنی فکر کرده بودن که چه موضعی بگیرن در مقابل حدیث که باز هم ما اشتباهشون رو ثابت کردیم در روم. متاسفانه چقدر، یعنی از روم فارسی شما خسته نشده بودین، ناامید شده بودین، اومدین در روم انگلیسی هم خواستین که نقد کنید یا سعی کنید که حداقل برعکس چیزی که ما میگیم رو ثابت کنید، که نشد البته. کسان ایرانیایی که در ایرانی یا افغانهایی که در مخصوصا ایرانی ها که در روم انگلیسی از اسلام دفاع میکنن، موضعشون در مقابل ایران و اسلام مشخصه، خودتون میدونید دوستان. بهشون میگن نمیخوام اون اسمو به کار ببرم، میدونین چه لقبی رو براشون به کار میبرن. اما کسی که آتئیستی که ممکنه، بله، از یک مثلا براتون مثال میزنم، من با کاوش جان فهم کنم دو هفته پیش بود که در سوره اعراف آیه اول من با کاوش جان یک موضوع رو به اشتراک گذاشتم، کاوش با من مخالفت کرد. من گفتم که سوره اعراف برای مثال آیه اولش با عرض معذرت به معنی ساک زدن هستش به عربی، المث. نه، کاوشان گفتن که خیر اینطور نیست، به این دلیل به این دلیل به این دلیل این درست نیست، و من بر موضع خودم موندم و هنوزم هستم. این دلیل نمیشه که من البته به کسی بخوام بگم که آتئیست نمیتونه از اسلام دفاع کنه.
نه ممکنه یک موضوع خیلی کوچکی رو شما بگین که نه این به معنای آن نیست، اما وقتی یکی نه یک روم، نه دو روم، نه سه روم، چهار روم، پنج روم بر موضع خودش پافشاری میکنه، از اسلام و قرآن و حدیث شیعی دفاع میکنه، از فاطمه زهرا دفاع میکنه، از علی و حسین دفاع میکنه، خب معلومه موضعش مشخصه، کاملا مشخصه. رو دروایسی هم با کسی نداریم. مزدور مزدوره، پرستو پرستوه و کرکس هم کرکسه. پویاجا ممنونم از وقتی که من دادیم. سپاس عزیز. دوستانی که در جمع مثلا آقای جواد خوش آمدین، از شما بشنویم. مایک خدمت شما. سلام عرض میکنم به دوستانی که در تالار هستن. من اولین باری که در تالار شما شرکت میکنم و از اینکه به مسئله نقد میپردازید خوشحالم و اعتقاد دارم به اینکه نقد در دنیای امروز نقش بسیار بسیار مهمی داره و نشان دهنده شهروند بودن ما و نشان دهنده این هست که ما یک شهروند دخالتگر هستیم و در عین حال انسان مدرنی هستیم. در واقع مدرنیسم رو با دخالت در مباحث مختلف و نقد پدیده‌های منفی مختلف میشه در واقع نشون داد و شما صاحب اون هستید. یه انتقاد خیلی کوچکی دارم. به نظر من این بحث رو خیلی طولانی کردید. چندین نفر از دوستان شما اومد و خیلی بحث رو تکرار شد. ازتون خواستارم، خواهش میکنم که مباحثی از این قبیل رو کمتر بذارید، چون واقعا برای کسانی که میان و میخوان یاد بگیرن، میخوان بحث کنند، خسته کننده است. اما موضوع بحث، من فکر میکنم که مسئله نقد همونطور که گفتم مسئله مهمیه، اما باید شرایطی رو در نظر گرفت که به نتایج مثبتی برسه. در مقام انتقاد شونده، وقتی کسی به ما انتقاد میکنه، ما انتقاد شونده هستیم. وقتی کسی انتقاد میکنه، انتقاد کننده هست. من فکر میکنم که در مقام انتقاد کننده همیشه حق با انتقاد کننده هست. انتقاد شونده باید آستانه تحمل خودش رو بالا ببره و تلاش بکنه که رنجیده نشه از بعضی از چیزهایی که میشنوه، چون واقعا تشخیص توهین، این که واقعا یه مسئله توهین هست یا توهین نیست، بسیار مسئله پیچیده ایه. در نتیجه من فکر میکنم که این انتقاد شونده هست که باید آستانه تحمل خودشو بالا ببره و انتقاد رو باید جاری کرد، باید جاری بشه و تلاش بشه که انتقاد شونده آستانه صبر خودشو بالا ببره. از اون طرف در مقام انتقاد کننده، به نظر من باید طوری انتقاد کرد که بحث بسته نشه، در گفتگو بسته نشه. انتقادی که در گفتگو رو ببنده واقعا انتقاد سازنده‌ای نمیتونه باشه. باید تلاش کرد که مباحث رو به گونه‌ای مطرح کرد که واقعا بحث در بحث بسته نشه و بحث جریان پیدا کنه. البته اون وضعیتی رو که شما الان مطرح کردید بحثش جداست و با توجه به نمونه ها و نشانه هایی که گفتید معلوم بود که اون آدم خرابکاری بوده، اومده بوده اصلا بحث رو به هم بزنه. در هر صورت خوشحالم که در جمع شما هستم و آرزوی موفقیت براتون میکنم. میرم پایین و گوش میکنم. قربان شما. سپاس از شما که شرکت کردین در برنامه. او ویدای عزیز، از شما بشنویم. بله، خواستم بپرسم که صدایم درست میاد، شنیده میشه یا نه؟ بله، صدایت عالی است، بفرما. بله، عرض احترام و ادب خدمت شما دوستان عزیز. ما به این باور هستم که صدای یک دوستان انعکاس نیست. به این باور هستم که تایتل ها اتفاقا خیلی هم درسته. من کم روستایی صحبت میکنم و کاش خیلی خوب هست که من این تایتل ها رو انتخاب نمیکنم
دلیلش این است که من یعنی نقش مستقیم اگر من به این تایتل ها می داشتم یا تایتل من بزنم خیلی زننده هست. چرا؟ نگاه کنید شما، ما شنیدیم الله اکبر، قطعه گوشتای عزیزان خود را جمع کردیم. ما شنیدیم الله اکبر، قطعات بدن عزیزان خود را جمع کردیم. بعد انتقاد نکنیم. خب ما گفتیم اسلام ندارد در ذات خود عیبی. این عیب بر ما خیلی خوب. چشم حق با شما. این سازهایی بودن که سالها به ما زدن و ما رقصیدیم. و زمانی که متوجه هم شدیم خواستیم به ساز اینها نرقصیم، ما را به زور رقصان در این ساز آنها. و کسانی که به ساز اینها نرقصید قطعات بدنشان را جمع کردیم. و حال حق در کجا؟ حال حق در اینجا که ما از اینهایی که به ما سازی بی مربوط بی ربط میزد و ما رو مجبور به رقصیدن خودشان میکرد، ما آمدیم صحبتهایی داریم و کتاب اینها رو باز کردیم که آیا واقعا عیب بر ما یا بر اسلام. وقتی دیدیم که این مشکلاتی که در جامعه ما هست این دقیقا خود اسلام و کتابهای اینها هستند. دیگر اون واضحی که عیب بر ما هست و بر اسلام نیست، اون واضحی بر ما به نفعی شد و اتفاقا برعکس، هرچی عیبت بر اسلام است نه بر ما. ما انسان ها خیلی میتونیم بد باشیم خوب باشیم، ولی انسان ولی اسلام ما را بدبخت میکنه و بد میتازه. ایدئولوژی اسلامی ما را بد میتازه. ما دیگه نمونه ضرورت نیست برای شما دوستان عزیز بگیم. و این دوستان وقتی متوجه شدن که در دوستان میان در باره دینشان صحبت میکنن، اتفاقا چیزی رو که خیلی ماهرانه پنهان کرده بودن اینها را برملا میسازن، اینها با در زیر پوست بره آمدن میاین. من متوجه یک شخص نمیگم، خیلی زیاد انسان ها در این دنیا وجود داره که بنابر دلایل و بر زیاد چیزهای ایدئولوژی زیاد هستن که اینها به زیر لباس بره میاین و بعدا همون صورت اصلی خود را برملا میسازن وقت حوصلهشون به سر میرسه دیگه. اینها دیدن که ما در جای فعالیت داریم و مردم را آگاه میسازیم، میگیم چیزهایی را که خیلی ماهرانه بر شما جلوی شما نمیگفت و پنهان میکرد و هر وقت که میگفت و تفسیر خاص از اون صحبتها داشت و شما را میچرخاند و میچرخاند و خیلی قشنگ بر شما جلوی میگفت و شما را مجبور به سبحان الله و اللهم صلی میگفت، بیاییم که ما اینا را بر شما به وضاحت و زبان روستایی ساده بفهمانیم. این هست حقیقت این چیزها. چرا ما اونا رو میگیم؟ خب دوستان نگاه کنیم، دین ما را، هر جای ما را، هر مشکلی که اونها درست کردن برای ما از یک کتاب به اسم قرآن که ما وقتی رو باز کردیم کاملا میفهمیم چی هست داخلش، و یکی در کتاب های به اسم صحاح سته، و یکی در کتاب های دیگر به اسم کتب عربه که این مربوط شیعه ها میشه. از اینها مرجع خودشان میگیرن و از اینها الگو میگیرن بسر ما حکومت میکنن. وقتی ما کتب اینها رو باز کردیم، ما وقتی دیدیم به جایی که رسیدیم، چرا ما به اینجا رسیدیم، کتاب های اینها رو که وقتی باز میکنیم جز چرندیات چیزی دیگری نمیابیم و ما رو بدبخترین مردم و بدبخترین ممالکی که در کشور ممالکی که درست کردن کشورهای ما شماره همین بوده، همین کتاب ها بوده و تمثیل کننده این کتاب ها جنبندی. اجازه بدید من متاسفانه کمی صحبت میخواستم بکنم چون در زیر خیلی روم ها صحبت نکردم. خیر پویا جان عزیز باشه، من خودم میگم از همین کتاب ها استفاده کردم و برای سر ما حکومت کردم و حکومت بدترین حکومت و ما را از آموختن که چیزی در این دنیا هست ما را بدبخترین به هلاکت رساندن و دوستان من که ما رو وقتی روشن میکنن به ما چیزهایی رو که میخوان بیاموزن اینا رو نمیمانن و اینها باعث شدن که ما حالا دوستان عزیز ما مینوازیم می ساز میزنیم و شما برقصین. اگر خوشتان نمیاد برین در جای دیگر بگیرین به سر صورتتان بزنیم یا میرین تیرزنی میکنین، خود را میزنین، به زنجیر میزنین، به قمه میزنین، با هر چی که میزنین بزنین خودتان را، گریه میکنین، به سر صورتتان میزنین
بعضی از دیگران طاقتتان نمود مثل طالب ها برین خودتان را انتهایی کنید در یک دست بتقین و ما راه خود را ادامه میدیم. چرا؟ چرا ما دریافتیم که شما بودین، این شما بودین که ما را به اینجا رساندین، کشورهای ما را به قهقرا کشاندین و ما دیگر منتظر این نمیشینیم که شما به ما بگین که ما چطور تایتل بزنیم و چطور صحبت بکنیم، چطوری ما بعدش اگر دیگه کنید ببخشید پویا جان من همین کلمه ها 30 ثانیه میخواد دیگه کنید، اگر ما تن به صحبت های اونها بگیم کرده اونها میگه تایتل زن درست کنید، بعدش ما میگه شما حرفای تن درست کنید، بعد حرفای ما که درست کردن میگه شما بین هر چیز که ما گفتیم اونطوری بگین. نه نه نه، ما ادامه میدیم برای خود، هر چیزی که درست میدانیم همون را میکنیم. ممنون، تشکر از اینکه منو شنید. ببخشید پویا جان من کمی جسارت کردم. سپاس از خودت، خواهش میکنم عزیز. دوستان مدیراتور صحبت اگه نداشته باشن آقای چوزن بشنویم. چوزن جان خوش آمدیم، مایک خدمتت، در خدمت عزیز. آقای چوزن اسنجار هم میشنویم. اسن جان مایک خدمت شما. درود بر شما، خسته نباشید. من انتقاد ندارم از شما و میگم خسته نباشید و واقعا من به تشخیصی که شما بدین احترام میذارم، چون شما واقعا دارین با جونتون بازی میکنین، اینو ما میدونیم. حساب شما با اونایی که با جمهوری اسلامی مخالف هستن زمین تا آسمون فرق میکنه. اونا به بساط مغازه مشکل دارن، شما به خود مغازه جمهوری اسلامی مشکل، به تمام مسلمانای دنیا دارین تلنگر میزنید که بیدار بشن. هر کسی میتونه دشمن شما باشه، نه فقط ایرانی، نه فقط بچه های افغانستان، هر مسلمانی هر جای دنیا میتونه سرباز خامنه ای باشه بدون که اصلا خامنه ای دیده باشه. فقط عکسی، آدرسی، نام نشونی از شما به دستش برسه، ناخواسته میتونه سرباز جمهوری اسلامی باشه یا سرباز طالبان باشه یا اونه که دکونشون به دین میگذره. بساطشون من داخل یه دون روم بودم، یکی از آقایون همین رومای دینی اسمم برم داشت به دوستان میگفت که عکس بذارید، عکس خودتونو بذارید، اگر مبارزید در مورد دین عکس اسم خودتونو بذارید. من بهش مخالفت کردم، باز دوباره دیدم داخل یه رومی صحبت میکنه بهش مخالفت کردم، باز دوباره دیدم داخل یه روم دیگه اومد، گفتم آقا چرا داری به جون مردم بازی میکنی؟ این فقط این نیست که ما با حکومت جمهوری اسلامی مخالفیم، ما داریم تلنگر به همه میزنیم. این آقایون که دارن اینجا صحبت میکنن دارن به مسلمانای آفریقا هم میگن آقا مواظب باش که کوله ازت نگیرن، دین یه چیزی که اصلا تو یه عمری کلاه سرت رفت. باز آخر یکی میاد میخواد نمیدونم از طرف جمهوری اسلامی هم من بیام حمایت کنم که این آقا نمیدونم بهش احترام بذارید یا این آقا رو درست نقد کنید، این اشتباهه. و واقعا من به تشخیص شما احترام میذارم، هر جور شما سلامی دونید همجور رفتار کنید. خیلی ممنون از شما. سپاس از شما، مشکل نیست، ما عکسم از خودم است، اسمم از خودم است. آقای چوزن هستین شما؟ خب علی جان رو بشنویم، خوش آمدین دوباره. سلام آقا، ببخشید من سوال داشتم، کاوش نیستش؟ کاوش همین لحظه فکر کنم با کرد رفت بیرون. کلن فکر کنم خواب بود ها پویا جون؟ نه بود عزیز، بود عزیز، بود بود. خب پس آمد، حالا بعد من باش صحبت میکنم. ممنون، سپاس عزیز، سپاس از شما. آمدن دوباره همان عزیز، مایک میزنین، بشنویم شما رو. من میخواستم برم تو قسمت شنوندگان، قبلش میخواستم به بیادبی نشه، یه دو خواهش کوچیک دارم، چون شما کلاب داریم، من عضو کلابتونم هستم و دنبال میکنم. یکی این که خیلی دوست داشتم یه روم بزنین در رابطه با این که چون من با مسلمان‌ها بحث که می‌کنم به من میگن اینا اصلا به اسلام ربطی نره، اسلام واقعی چیز دیگه است. خیلی دوست دارم اسلام واقعی رو باش آشنا بشم، چون انگار اسلام واقعی تا امروز جایی حضور نکرده، ولی همه میدونن که هست، ولی کجاست حالا اون دیگه باید دنبالش بگردیم. دوم این که طبق تجربه افرادی هستن که روحانی نما، لباس روحانی تنشون نیست، با کروات میان، با نام آتئیست میان، با هر نامی میان، ولی شما ها انقدر باهوشین از نکته هاشون میفهمین و میکشین. من خیلی تو روماتون شرکت کردم و دیدم
که در رابطه با دیگر باشان جنسی چگونه صحبت کردن، در رابطه با بانوان چگونه صحبت کردن، و از همین نکته های ریز میتوان فهمید که آیا برای انحراف روم اومده یا واقعا اومده که یه چیزی یاد بگیره. من به همه دوستان احترام قائلم، همتون رو دوست دارم، میرم تو قسمت شنوندگان و مزاحمتون دیگه نمیشم. خیلی ممنون. قربان شما، سپاس از شما. اگر لطف کنین همون عنوانی که گفتین روم جالبه میشه، اسلام واقعی. سیاوش امیر نوت کن از این که قلم کتابچه پیش خود دارین. هر دوست مدیراتوری که قلم کتابچه داره نوت کن. من یه سوال داشتم، نوت کردم عزیزم. سپاس عزیز، سپاس. ما واقعا میخواییم بدانیم که اسلام واقعی در کدام کشور است. چوزین عزیز، دوبار من اسم شما رو صدا زدم ولی شما فکر کنم نبودین. میشنویم عزیزم. بله میشنویم از شما. مایک خدمت شما. یه سوال داشتم، شما فکر میکنی کشور ایران برمیگرده به اون رژیمی که قبلا وقتی که مثلا شاه کشور ما بودش، فکر میکنین برمیگرده به همچین چیزی یا نه؟ سپاس چوزین. دوستان شاه، بانو سوان، سیاوش جان، موری جان، شما صحبت کنین در این مورد بهتر خواهد بود. من اصلا فکر میکنم این پرسش هیچ ربطی به موضوع اتاق نداره و ازش عبور بکنم. سپاس. سپاس. سیاوشان. سپاس از شما عزیزم. چوزن جان ببینید، موضوع ما موضوع سیاسی نیست، ما تصمیم سیاسی هم نمیگیریم. اون دیگه انتخاب مردم جامعه است که چه نظامی بره و یا چه نظامی بیاد. ما فقط نقد میکنیم و آگاهی رسانی میکنیم برای اینکه مردم زندگی بهتری داشته باشن. تشخیصش به عهده خود مردم عزیز. سپاس یواشون. بله شاه. بله البته فکر میکنم چوزن فارسی رو میتونن بخونن. به هر حال تبریک میگم چوزن، از اسلام بیرون اومدن. خوشحالم که این اتفاق افتاده. به هر حال بگذاریم بویا جان بفرمایید. سپاس. سپاس شاه عزیز. سپاس از چوزن که در برنامه شرکت کرده. اجمل جان خوش اومدین. مایک خدمت شما، در خدمتیم. تشکر پویا جان، درود به همگی. امید است که همگی دوستا صحتمند و خوب و سرحال باشن. من صرف یک پیشنهاد یا انتقاد میگم، چون یکی از روزا ما در همینجا، چون قبلا دوستا تذکر دادن جناب شاه رومای میزنه به لسان انگلیسی، من در یکی از رومای زنا اشتراک کردم یا میشه، چون درک من از روم اشتباه بوده باشه، چون اونجا در کنار دوستای آتیست یعنی دوستای کریشیان بودن. یعنی من خودم اصلا با کریشیان ها مخالفت نیستم، اما وقتی که یک کریشیان با یک آتیست میایم اسلام نقد میکنه، این به این معنی است که ما دست با طالب یک جای کنیم، برخلاف آخون بجنگیم یا برخلاف دایی بجنگیم، در حالی که همگیشان دارای یک مفکوره است دیگه. چون من اصلا خودم که هستم برخلاف تمام ادیان هستم، خصوصا ادیان ابراهیمی که ریشه شان از یک طرف میه. و دیگر درباره از این روم های خود ما، شما از فری تینگر جنریشن، یعنی من تعریف از این روم که میکنم، یعنی این روم مثل یک نردبان یا پله های زینه در یک گودال تاریکی به نام اسلام است که میخواد مردم از اون نجات بده، و خوندا و تروریست های اسلامگرا کوشش میکنه که مردم طرف بدبختی و قتل و خشونت به طرف گودال سوق بدن. دیگه من بسیار خوش هستم که دوستا اینجا هست، و یک تشکری خاص از تک تک شما. و دیگه بعض روم هایی که میزنن، چون خود مثلا مسئله احترام که هست، درست است که نظر و انسان بودن ما به همه احترام قائل هستیم، اما اطاعت ما از کسایی میکنیم که استدلال قانع کننده به ما بده. و اگر کس میخواه که استدلال ما را رد کنه، چون استدلال ردش با استدلال امکان پذیر است. دیگه دوستایی که روم میزنن که گروپ کاوش و دایشی و گروپ تروریستی طالبان که مقایسه میکنن، یعنی درست است شما میتونید که دعوا بکنین، اما باید شما استدلال‌های منطقی داشته باشین در قبال جر بغلش، چون اصلا اولش ایتیزم تا جایی که من معلومات دارم و یک مکتب نیست، یعنی که ما یک رهبر یا یک گروپ خاصی داشته باشیم، چون تمامش مربوط به باورهای خود انسانی است که یعنی ما به خاطر آسایش در ای کره زمین یا کره خاکی که هستیم از کدام قوانین اخلاقی و حقوقی استفاده کنیم تا با هم در آسایش زندگی رو به سر ببریم. دیگر گفتنی خاص نیست، امید است که همگی جور باشه. وقت خوش.
سپاس از خودت، خوب شد که شعر نقد کردی و بسیار یک نقد بجا بود. البته این نقد ما هم هست که من شعر نقد کردم، بگذارین که من اجازه بدین که من دارم اینجا شعر نقد کنم. شای عزیز، قبلانا واقعا که روم ما که با شاه معرفی شدیم، روم انگلیسی می زده میشه شاه، در رومش رفتم، من خودم واقعا برای من مدیرات رام بودم، دیدم که یک نفر مسیحی یا از عیسوی که ما میگوییم معمولا اسلام نقد میکرد باشا، و مثلا به فرد مسلمان گفت اگه من ایره ثابت کنم بیا تو دین اسلام ترک و عیسوی بشو. من شاره در امونجا نقد کردم، بعد از اون روم نقد کردم و من برای شاه گفتم که من دیگر در روم ها انگلیسی تو اصلا اشتراک نمی کنم، به خاطر از این که وقتی من یک اتیست خدا حساب میکنم، منتقد دین میگیرم، برای من فرق نمیکنه که دینی بودایی باشه یا که دینی عیسوی باشه یا دین اسلام باشه، در عموم کل ادیان نقد بجا هست. این نقد من هم هست، ولی شاه هم قبولش کرد. حالا زبان خودش بشنویم روی یک فری تینکر جنریشن ورشن انگلیسیش کار میکنیم که تا بتانیم دوستان که به انگلیسی خوب تسلط دارن روما رو برگزار کنن. شای عزیز، ما که خدمتت میشنویم. بله، سپاس از شما اجمل جان، بسیار نقد به جای پویای عزیزم. همینطور من یک توضیح کوتاهی بدم. ببینید اگه بگی به من کدوم کلاب بوده، چون یک کلاب دارم من به نام فری اسپیچ آن ریلیجن، اسمش مشخصه بحث آزاد بر روی دین. البته که من به رومهای دیگر ادیان میرم، بسیار به روم هندوها میرم، به روم مسیحیها میرم، به روم یهودیها میرم. روم مسلمان متاسفانه من رو موقعی که میبینن از روم میندازن بیرون. اما این اتفاق یک بار افتاد و بار دیگر هم افتاد، رومی که پویا جان گفتن که یک مسیحی این حرف رو زد و من تذکر دادم دیگه تکرار نکردن. بار دیگرش هفته پیش بود که یک دختر سوری که از بند داعشی‌های در سوریه آزاد شده بود، برده جنسی بود و مسیحی هم بود، ایشون اومد بالا داستانشون رو تعریف کردن. بسیار دانا بودن در رابطه با قرآن و اسلام، حافظ قرآن هم بودن، صحبت می‌کردن. به هر حال اون اتفاق دوباره هم اونجا افتاد که نام دینشون رو آوردن و یک کم صحبت کردن در مورد مسیحیت. اما اپروچی که ما داشتیم با بقیه دوستانی که نه ایرانی هستن نه افغان در رابطه با اسلام در زبان انگلیسی، مشکل اینه که دوستان در مورد اسلام نمیدونن. کسانی که انگلیسی صحبت میکنن در غرب، در اروپا، در آمریکا و کشورهای دیگه، در مورد اسلام و حقایق اسلام نمیدونن و کسانی که جرأت میکنن صحبت میکنن بسیار کم هستن. خاورمیانه هم هستن اکثرا، مسیحی هم باشن یا مسلمان یا اکس مسلم باشن، آتیست باشن، بسیار کم هستن. مجبور شدیم که بالاخره همکاری کنیم با دوستان. اما بعد از صحبتی که با پویا، کاوش و بقیه دوستان داشتیم، نظر به این شد که یک کلاب فری تینکر جنریشن به زبان انگلیسی حداقل هفته یک یا دو بار به رومها انگلیسی داشته باشیم، چون من خودم هم به این عقیده هستم که وقتی خودمون رو فری تینکر مینامیم، سعی میکنیم آگاه سازی کنیم، باید تصمیم گیری نقادانه یا تفکر نقادانه رو به دوستان یک جوری آموزش بدیم یا حداقل کمک کنیم که نظری که دارن نقادانه باشه. به همین جهت به زودی کلاب انگلیسی فری تینکر جنریشن رو هم راه اندازی میکنیم. قرار بود این هفته انجام بشه ولی یکم مشغول بودیم. بالاخره من خودم سرما خورده بودم، پویا جان به همین شکل، کاوش یکم مشغول بود و بقیه دوستان. اما خواهش میکنم از دوستانی که به زبان انگلیسی مسلط هستن و اینکه در مورد اسلام دانایی دارن، میدونن قرآن رو، احادیث رو، تفسیرها رو، بکچنل پیام بدن به من. من خوشحال میشم که باشون همکاری کنم. یه نکته دیگه، ببین دوست من، کسانی که در مورد اسلام میدونن زیاد و به زبان انگلیسی صحبت میکنن بسیار کم هستن. گفتم من به محض اینکه وارد رومی میشم در زبان انگلیسی، از من میخوام برم بالا و من میبینم که مسلمانان دارن دروغ میگن در اون روم، بدون شک، یا صادق نیستن یا دروغ میگن یا منبعهایی میدن که معتبر نیست. خب من مجبور میشم برم بالا که آگاه کنم. به محض اینکه میرم بالا،
من رو لطف دارم مودریتور میکنن. بسیار تکرار شده که من همون با خودم رو انداختم پایین، گفتم که نه من رو بذارین که صحبت کننده عادی باشم. ولی خب اتفاق میافته. اگر شما فکر کردین که من به عنوان یک آزاداندیش از دینی دفاع میکنم یا اجازه تبلیغ اون رو دین رو میدم، نه، این اشتباهه. من به عنوان یک آزاداندیش به همه ادیان و به وجود خدا نقد دارم و قبول هم نمیکنم. اما سعی میکنیم در آینده به زودی پالیسی که داریم با دوستان به نحوی باشه که دوستان آزاداندیش مطمئن باشن که اشکالی در اون به وجود نمیاد. ممنونم از نقدتون، حتما درست خواهد شد. ممنونم. سپاس شای عزیز. پروفایلی شیما جان. شیما جان خوش آمدین، مایک خدمت شما، از شما بشنویم. عرض و درود و حرمت دارم به دوستای عزیز. بسیار زیاد خوشحال هستم که همه ایتان صحت و سلامت و خوش و شاد و شاداب میبینم و با کار بسیار قوی، با رویه بسیار قوی. و من در جریان صحبتهایی بودم که فکر میکنم آقای وحید صحبت میکرد و به حساب اتئیست یا روشنگر بعض انتقادات و نظرات داشت. من در اون قسمت آمادگی گرفتم که صحبت کنم و او این بود که او آقا میگفت که شما باید است که از کدام سیستم برخورد پیش برین با اونا و چطور رومایی را که انوان میکنین بسیار زیاد بر از اونا مشکل است، به او خاطر نمیاین که اشتراک بکنن. ولی من نظر خود این قسم میگم که این روم تا جایی که من میایم و این دوستایی را که همه شنا شناس دارم، پویا جان، شا جان عزیز، سیوان نازنین، سیاوش گل، مورین نازنین و بقیه دوستان عزیز و کاوش یک دانیما، تا جایی که من به اینا عادت کردیم یا بلد هستم، اعتبار دارم، اینا آنقدر در کار خود شما موفق هستین، متکی به خود هستین که به هیچ چیز ترس ندارین و از هیچ چیز پت و پنهان صحبت نمی کنین. صحبتهایتان همیشه مستند است بر مذهبی، به اونایی که به مذهب اسلام هستن یا دیگه مذهب آخو، بر ما همهشون دین و مذهب یکیست، کلشان یک مفهوم داره، کلشان یک استفاده را میکنه از انسان ها. و ما اگر چشم باز کنیم برالاوی ازی که میخوانیم و مشنویم و یاد گرفتیم از دوستایی که در اینجا هستن که اسلام بر ما چی دست آوردهای آورد، چی ظلمای نیست که سر ما نمیکنه، که قابل باور نیست، مخصوصا در قسمت زنا. اما امی روم های شماست که دل ما را تسلی میده که میبینیم که در مقابل خرافات، در مقابل تاریکی چی روشنی وجود داره و چقدر شماها کار میکنین، از خودگذری میکنین، وقت میکنین، میایین اینجا بر ما آگاهی میدین. امیر فقط خواستم برتان یک اظهار سپاس کنم، زیاد وقتتان رو نمیگیرم. ممنونتان همیشه، خوشحال هستم که شماها رو میبینم و استفاده میبرم. مایک میگذارم به دوست بدی، یک جان سپاس. قربان شما، سپاس از شما که در برنامه شرکت کردین. دوستان مدیراتور، فکر کنم یک جمع‌بندی بکنیم. میخواین رأی گیری کنیم درباره عنوانهای روم یا خیر؟ بله، به نظرم اگه میتونیم رأی گیری کنیم، با از دوستان بخوایم که دستشون رو بالا کنن اگه سوالی میپرسیم از هر دو بانوستان نظر. اجازه بده صحبت کنه پس، چون صحبت نکردن. ام الملحدین، مایک خدمت شما، میشنویم از شما. بله، منم میخواستم یادآوری کنم که رأی گیری کنیم که تایتلامون رو حالا هر جوری که خودتون صلاح میدونید دستبندی کنید، تایتلا رو رأی گیری بکنیم، ببینیم با کدوم بیشتر موافق هستن. سپاس. همین لحظه 98 نفر در روم است. دوستان فقط 2 دقیقه دیگه هم صبر کنین. یک رأی گیری فقط. پویا جان، ابتدا یه رأی بگیریم ببینیم چند نفر میخوان در رأی گیری شرکت کنن که تعداد اون افراد شرکت کننده مشخص باشه که به نوعی اختلافی پیش نیاد. خب
درسته. دوستان عزیز، هر کس میخواد در رایگیری شرکت، شیما جان شما اگر لطف کنین برین پایین که در رایگیری شرکت کنین، چون از بالا نمیتونین شرکت کنین. پایه عزیز شما مرا پایین بندازین به خاطر از اینکه من خودم من شما رو هدایت میکنم. بفرمایید. دوستان عزیزم، قبل از اینکه رأی گیری شروع کنید دوستان، دوستان فراموش نکنید که اینجا اسم و اسامی و دوستانی که رأی میدن هیچ کدومشون منتشر نمیشه، یعنی ارائه نمیشه، چون اسم و رسم شما به صورت پنهان و حالا به هر حال خصوصی باقی میمونه و هیچ به قول گفتنی انتشاری درش نیست. سپاس از شما. سپاس. بله، فقط تنها عدد بر ما مهمه. دوستانی که مرجان گفتن، کسایی که میخوان برای رای گیری شرکت کنن، دستای خود دست بالا کنن. من دست باز میکنم، شما دست بالا کنین. فکر کنم 30 ثانیه کافی باشه، درسته دوستان؟ آره، بگیم که فقط عدد رو میخونیم که چند نفر دستشون رو بالا کنن. بله، بله، کسی رو بالا بله. اسم کسی، اسم کسی رو نمیخونیم، کسی رو بالا نمیاریم، فقط عدد مهمه که کی میخوای اشتراک کنه. من دست باز میکنم، بفرمایین هر کس میخوای شرکت کنه دست بالا کنه. خب تا حالا 38 نفر، 42 نفر، 46. بله، دوستانی که میخوان در رأی‌گیری شرکت کنن حتما دستشون بالا بگیرن. بله دوستان، دست بالا بگیرین، پایین نکنن دست. تا فعلا 49. 10 ثانیه دیگه. من 50 51. 51 من میبینم. 51 50. یک نفر دست پایین کرد. 51. بس سپاس. 51 نفر میخواه شرکت کنه. مالا دست میبندم. 52 نفر شد. 52 نفر بود. درست. 52 نفر. مالا دست بستم. دوستانی که با تاپیک های ما موافق هستن، کسایی که موافق هستن دست بالا کنن. من دست باز میکنم. دست باز شد. خب دیگه 46 نفر، 48 نفر، همه موافقن. بله. 55 تا. نه نه، اجازه بدین، من فکر کنم یه اشتباهی شد. ببینید دوستان، منظور از اینکه تایتل ها، یعنی با اصلاح تایتل های ما موافق هستن یا نه؟ اصلاح نه، اصلاح نه عزیز، با تایتل هایی که ما میزدیم گفتم. بله 57 تا شد، 58 تا شد، 61. خب 61 نفر. یک بار دیگه سوال رو تکرار کن پویا جان، که سوال دوم رو هم بپرسین یک بار، که اگه با اصلاح تایتل ها موافق هستن یا میخوان که تایتل های نه، من یک دوستانی که تایتل های ما رو زننده فکر میکنن و فکر میکنن که باید ما تایتل های نرمی داشته باشیم، مثلا به جای کتک زدن زن مثلا همسرتان رو سفر ببرین، موافق با سفر بردنن، لطفا دستا رو بالا کنن. کسانی که میخواد تایتل های ما تغییر کنه و ادامه پیدا نکنه این تایتل ها، دست باز میکنم. چار، چهار باقی ماند، سه شد. بله، از چهار رفت سه. من سه میبینم دوستان، شما بیشتر میبینید. لیلی دستشون رو بالا پایین میکنن. نه نکن، اسم نگیر، اسم نگیر. ببخشید، قرار شد اسم نگیریم. خب
چهار دیگه. بیا یک بار چیم یک اسکرین شات هم بگیرم. من از این اسکرین شات گرفتم و قبلی هم همینطور عزیزم. گرفتید؟ بذار رو پروفایلت عزیز که با ثبوت باشه. من دست پس میدم. من از این میذارم بر روی پروفایل اگه بتونم البته. بذار سیاوش میگه رای گیری درست نبود. چرا سیاوش جان؟ چون اول توضیح نداد، دو گزینه رو دو توضیح ندادیم. برز پوزش منظور چیست؟ ببینید ما دو گزینه داشتیم، ما فقط گزینه یک رو بیان کردیم و رای گیری کردیم. ببینید بعد توضیح بدیم. یک گزینه اول اینه که کسانی که میگن باید تایتل ما یک مقدار نرمتر باشه. نه یک بذار گزینه یک. گزینه دو توضیح رو میگم. گزینه دو توضیح ما باید اینجوری بود. گزینه دو این هستش که کسانی که با همین روش ادامه دادن، یعنی با همین سیستم تایتلی ما موافق هستن، بعد اول توضیح میدن بعد رای گیری میکردیم. خب بیا یک کار دیگه میکنیم، یک رای گیری ده. چون موری آمد گفت باید یک رای گیری بشه که اول کی میخواه اشتراک بکنه. درست؟ دوستان من میخوام به دوستان اصلا من مخالف با او هستم، اصلا مخالف. یک رای گیری دیگه میکنیم بر یک دقیقه دیگه از وقت دوستان میگیریم. یک رای گیری اول من دست باز میکنم، هر کس با تایتل های ما موافق هست. بعدن گزینه دوم، هر کس با تایتل های ما مخالف هست. درسته؟ نه عزیز، ببین گزینه اول این هست، کسانی که نیاز میدونند که تایتل های ما اصلاح بشه، یک مقدار نرمتر بشه، مثلا گزینه یک. گزینه دو کسانی که نه، مخالف موافق هستن که تایتل های ما به همین روش دیگه. من امیر گفتم تو فقط جاش عوض کردی دیگه، تو اول آوردی به دو دور بردی. کامل باشه عزیزم جانم، حالا این گزینه هاش هر کنون که خودت خواستی جا به جا. خب باشه، همون هر رقم شما دوست دارن. گزینه اول، هر کس دوست داره که تایتل های ما یکم نرمتر بشه، عوض بشه، این تایتل های زننده ادامه پیدا نکنه. درست شد سیاوشان؟ بله بله. من دست باز میکنم، هر کس که فکر میکنه که تایتل های ما ادامه پیدا نکنه لطفا رأی بدین، دست بالا کنین. اسم از هیچ کس نمیگیریم، فقط عدد. دست باز میکنم. همون شد. سه نفر. هفت نفر. هشت نفر. هشت نفر. بله. هفت باز. دستو بالا پایین نکنین دوستان، همونی که هست بذارین. اگر فهم کنین تایتل ها نیاز به اصلاح داره یا ادامه پیدا نکنه، دستتون رو بالا نگه دارید. پنج شد. خب دیگه ضرور نیست که دومیر ما دیگه چی کنیم یا نه رای گیری کنیم. بذاری من این شیش نفری که دستشون بالا کردن رو بذارم بر روی پروفایلم. بذار. یک بار شش نفر بودن دوستان که دست بالا کردن، من برای پروفایل هم گذاشتم که شک و شبهه‌ای نباشه بعدن. بله خیلی دقیقا معلوم میشه. اسکرین شات بعدی رو هم بگید. دوستانی که فکر میکنن تایتل های ما درست هست و باید ادامه پیدا کنن رو ماه ما با می تایتل ها، لطفا دستایتان رو بالا کنین. بسیار عالی. 55 56 7 10 ثانیه دیگه هم صبر کنیم پویا جان که دقیق بشه. کافیه فکر کنم، کافیه دیگه. یک اسکرین شات بگیر. بله بله 63 نفر. بذار رو پروفایلت. رو پروفایلم. کافیه دیگه. سپاسگزاریم از همه دوستان. دوستان رومای ما ادامه پیدا میکنه با می تایتل ها، بیشتر کوشش میکنیم که بریم لابلای کتاب های حدیث، کتاب های تاریخ، قرآن، آیات بیشتر کوشش میکنیم و رومای بهتری خواهیم برگزار کرد. با هیچ کس ما رودرواسی نداریم، چی آخون باشه، چی ملا باشه، چی طالب باشه، چی جمهوری اسلامی باشه. نقد ما نقد دین هست، نقد خرافات است. هیچ چیز برای ما، هو چیزی که برای تو دوست عزیزی که مقدسه، برای من مقدس نیست. این رو باید داشته باش.
سپاسگزاری میکنم از همه دوستان که با ما بودن. شای عزیز گذاشتی اسکرین شات؟ بله، بر روی پروفایلم هستش که 63 نفر هستن که تایتل ها ادامه پیدا کنن با همین. بله دوستان میتونین عکس پروفایل شارو ریفرش کنین ببینین. خب سپاسگزاری از همه دوستان. صحبت اگر شما دوستان مدیراتور داشته باشین در صحبت آخر در قرآن صورت رومه ببندیم. جانم بگو سیاوش جان. سپاس میخواستم از تشکری کنم از تمام دوستانی که با ما همراه هستن و در برگزاری روم ها ما رو با حضورشون یاری میکنن. دوستان این گروه ها و این مطالبی که ما مورد نقد قرار میدیم باعث رشد خود ما میشه، باعث رشد گروه میشه و از شما تشکر میکنم که ما رو به هر حال با نصایحتون با نظرتون همراهی کنید. سپاس از تک تکتون. قربان همه شما هستین که ما هستیم. دوستان عزیز از ویروس کرونا و ویروس اسلام دوری کنین، اردو کشنده و مضر هست. بدرود تا روم بعدی. موری جان فکر کنم صحبتی دارن. موری اگر جنبندی کنم 15 تا حدیث میاره. بیا موری جان مایک خدمت. نه حدیث دارم، میخواستم یک دکلمه بذارم. بذار چرا که نه.